خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. یکی از دوستان گفت آقا همون اول برنامه و بعدم هر 10 دقیقه 10 دقیقه به دوستان بگو که این برنامه ها رو اگر از فیسبوک تماشا میکنید شیر کنید، اگر از یوتیوب تماشا میکنید با دیگران شیر کنید و خودتونم مشترک بشین. این کلمه سابسکرایب آبونه شدن اون وقتا بود، ولی حالا یه ترسی تو وجود مردم به وجود آورده که فکر میکنن که اگر سابسکرایب کردن تعهدی دارن. هیچ تعهدی ندارید، اون رو هم من نشون میدم بهتون. و قبل از برنامه من، دوستانی که از سازمان مجاهدین وقتی که متوجه شدن این سازمان فرقه هست جدا شدن، سال اول سال 2020 آمدند و یک سمیناری در فرانسه پاریس زیبا گذاشتند و به قول معروف بیلان سال 2019 مجاهدین رو زیر ذره‌بین قرار دادند. اگر ندیدید روی فیسبوک هست، روی بایگانی خود کانون آوا هست، تماشا کنید و نظرتون رو با این دوستان در میون بگذارید. و اما برنامه امروز ما، ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم تا درباره اون مقاله‌ای که نوشته بودن و من روز دوشنبه هم درباره اون صحبت کردم، روی فیسبوک هم گذاشتیم، صحبت کنیم. نه به رأی گیری، آری به انتخابات. در صورتی که خیلی از دوستان به اشتباه میگن نه به انتخابات، بعد ایشون میگه که باور داره ما حق رأی داریم ولی حق به انتخابات یا انتخاب نداریم. در این مورد با ایشون صحبت میکنیم. اگر شما هم سوالی دارید میتونید از طریق فیسبوک، از طریق پیام تلویزیونی که شمارش این هست، افکت 5 202-695-2573 تماس بگیرید و پیام بذارید، پیامتون رو برای دوستانی که در رابطه با اونهاست میفرستیم. من از شما خواهش میکنم وقتی افرادی مثل آقای فرزاد نیساری میان یا مثل آقای امیر حسین لادن میان، شما بعد به من زنگ نزنید بگید این آقا اینجوری گفت من میخوام اونجوری بگم. شما میتونید با خودشون تماس بگیرید. اگر کسی بنا به هر دلیلی مثل اون دوستمون که از خلیج فارس برنامه میذاشت نخواست فعلا اسم و عکس و رسم و نامش نشون داده بشه، اون موقع شما وقتی با من صحبت میکنید یا مینویسید من برای اونها منتقل میکنم. سعی کنید مسیرهای درست رو یاد بگیرید. اونایی که ارتش رفتن میدونن، میگفتن شما اگر سلسله مراتب رو رعایت نکنید جریمه میشین. حالا این جریمه تنبیه میشید، از بازداشت 1 روز 2 روز بود، از اضافه خدمت بود و الی آخر، از به اصطلاح تنبیهات بدنی که بهت میگفت بدو با کوله پشتی بدو یا به اصطلاح کلاخ پر برو، از این حرکاتی که دوستانی که در ارتش شاهنشاهی خدمت کردن دیدن. نمیدونم که آیا در ارتش جمهوری اسلامی هم میتونن تنبیه کنن یا این نسل جوان زیر بار تنبیه نمیره. حالا اگر کسی در زمان ارتش جمهوری اسلامی، نه مثل این آقای سعید شمیرانی دروغگو، رفته خدمت، بیاد تماس بگیره به ما بگه چه فرقی کرد و چی شد. این هم از این ماجرا. یکی از دوستان آقای کوروش زعیم از طریق اسکایپ با ما تماس میگیره و امروز همین 1 ساعت پیش آمدن جبهه ملی ایران سامان 6. من بارها گفتم این مورچه چیه که کله پاچش چی باشه. جبهه ملی، منی که 63 سالمه چی دیدم ازش، دوستان جوان چی دیدن ازش که حالا سامان 5 و سامان 6 و اینها باشه. و نمیدونم این دوستان واقعا
به چی باور دارن و فکر میکنن که آیا دارن کاری مفید انجام میدن یا نه. و اما آقای دکتر شهرام ایران بومی، وکیلی که در آلمان هستن، لطف کردن باز یک ویدیوی جدیدی راجع به حق خاکسپاری ارسال کردن که من اون رو روی فیسبوک، روی توییتر، روی بالاترین برای ایشون گذاشتم، پروموت کردم به روایتی و ضبط کردم که از امروز هم بین برنامه من و آقای ارشاد، بین برنامه آقای ارشاد و کانون آوا، بین برنامه کانون آوا و من، ما همین دو سه تا برنامه رو بیشتر نداریم. در هر صورت پخش خواهد شد، از ایشون ممنون و متشکرم. این برنامه ها کمک میکنه که ما قوانین رو یاد بگیریم. ضمناً دوستان، امروز 31 ماه ژانویه 2020 هست، برابر است با 11 بهمن ماه 1398. میدونید که از 12 بهمن، روزی که خمینی آمد، تا 22 بهمن که انقلاب اسلامی پیروز شد یا انقلاب پیروز شد و آخوندها کش رفتن، به باور وضعی ها که من این را قبول ندارم و فکر میکنم آخوندها از روز اول میدونستن و خیلی هم قشنگ دیگران رو فریب دادن، گفتن حالا شما بیا، شما هم سر این سفره یک نانی خورشتی گیرتون میاد، ولی بعد بازرنگی خاصی دست همه رو کوتاه کردن. این 10 روز رو توی ایران میگفتن دهه فجر، جشن میگیرن و فیلم های قدیم رو نشون میدن و اینها. وقتی اومدیم خارج دیدیم که خیلی ها میگن دهه زجر و از فردا شروع میشه. ولی مهمتر از این اینه که امروز آخرین روز این ماه هست و ما هنوز نتونستیم، واقعا میگم ما هنوز نتونستیم 10 نفر رو بعد از 20 سال 10 نفر رو پیدا کنیم که مثل این پتیک دوست عزیز ما خودش رو متعهد کرده باشه، حالا یا ماهی 100 دلار یا ماهی 50 دلار یا ماهی 20 دلار یا ماهی 10 دلار پرداخت کنه. و این خودش نشون میده که ما ایرانی ها از ابلیگیشن یا تعهد گریزان هستیم. ما دوست داریم همینجوری هرچی شد شد هر رو بر میگفتن. چی میگفتن راستی؟ اینی که میگن تفاوت هر رو از بر نمیکنه، کسی میدونه از کجا آمده؟ فوری الان نزنی به گوگل برای من جوابشو بنویسی. میگن هر رو بر به افرادی که سواد و دانش کمی دارن و تشبیهشون میکنن به گوسفندا. میگن حتی هر رو از بر تشخیص نمیده، چون این کلمه هر رو بر رو چوپان استفاده میکنه که به گله بگه بیا یا به گله بگو برو. و دوستان، حالا چوپان رو شما بذارید کنار، این سگ چوپان ها رو، همون سگ چوپان های قدیمی که بهش میگفتیم سگ گله، اینا رو واقعا برید ویدیوهاشو ببینید چقدر این حیوان باهوشه، چجوری میتونه با نگاهش به این، اولا چجوری میفهمه که منظور این چوپان چیه، شبان منظورش چیه، دوم چجوری میتونه این منظور اونو به این 2000 تا 1000 تا بره منتقل کنه. ای کاش من قدرت سگ گله رو داشتم که میتونستم از طریق نگاه و از طریق این ور برو اون ور برو به اصطلاح کاری میکردم و روی مغز دیگران نفوذی داشتیم. و اما این سوالا رو من نوشتم در باره مقاله آقای امیر حسین لادن، ولی برنامه امروز رو کلن روی کامپیوتر ضبط کردم و بذارید از کامپیوتر کمی استفاده کنیم. ضمناً دوست خوبمون پتیک یه فیلمی برای من فرق هر را از بر تشخیص نمیده. هر هست و به، ه و به نیست، هر. یادتونی مثلا میگو هری یعنی برو، گویا همینو برای بره استفاده میکنن، هر یعنی برو، بر که مثل همون اول بره هست یعنی بیا. و توی استرالیا و اینها سوت میزنن. همینجا هم فیلمای قدیمتر رو که نگاه میکنید، این کبویا به اصطلاح گاوبازا، نه کبوی، اونایی که با گاو منتقل میکردن از اینجا به مثلا فلانجا، مثل همون
یلاق و قشلاق خودمون در ایران، و اینها هم به دلیل اینکه یه منطقه مثلا دیگه علف نداشته میبردن گله ها رو یه جای دیگه، بعد برای خرید و فروش هم این بر اون بر میبردن، اونا بیشتر با سود زدن این کار رو انجام میدادن. در صورت بله شما درست میگید، کسی که فرق هه را از به تشخیص نمیده یعنی بی شعور هست. این کلمه شعور، استعداد، اینا رو باید یادون باشه چجوری کجا استفاده کنیم. مثلا من بعضی وقتا دیدم که یه پسری خوب پیانو میزنه، میگن آقا این خیلی باهوشه. میگم والا خب این باباش مامانش پول داشتن، پیانو خریدن 5,000 دلار 6,000 دلار، هفته ای هم 100 دلار دادن، وقت گذاشتن رفتن کلاس، تازه این شاید خوشش هم نمیمده، حالا برنج بلد شده یه آهنگی برای شما بزنه که معمولا هم همه اون آهنگ تولدت مبارک رو یا اون خوابهای ترایگاه چران. خیلی ممنون آقای خزایی. عزیز من کاگو جون لطف کن فقط روی ایمیل برای من بفرست. این چیزایی که میفرستی زحمتم میکشی، میدونم روی فیسبوک میفرستی، روی ایمیلم میفرستی، گیج میشم. یه جا اتفاقا به آقای بها ابهری گفتم، گفتم آقا این کبر سن و این تعدد، وقتا میگفتن تعدد زوجات، تعدد برنامه ها باعث میشه که من نفهمم شما برای من کجا چی نوشتی، کجا جواب بدم. از شما خواهش میکنم، یه مدت بود که با تلفن میفرستادی، با فیسبوک میفرستادی، من ازت تلفنم عوض کردم شمارش، نه به خاطر شما، به خاطر دوستان دیگه مانند شما. خلاصه شما همون ایمیل بهترین راهه برای من فرستادید. اتفاقا یکی از خبرهایی هم که فرستادید گذاشتم برای که بهتون ثابت کنم به دستم میرسه و میخونم و نگاه میکنم، اینجاست که در رابطه با احتمال عمدی بودن مرگ هزاران پرنده مهاجر در تالاب میانکاله. این تالاب همون مرداب رو جدیدن یا چندین ساله میگن تالاب. و این خبرها نه فقط توی ایران هست، توی همه جای دنیا هست که یک جای دنیا مثلا شیرای دریایی میان میمیرن، یه جایی لاک‌پشت‌ها میان تو جزیره میخوان تخم بذارن میمیرن، یه جایی نمیدونم دلفین‌ها یا کوسه‌ها یا ماهی‌ها میمیرن. اینا چی هست و تو زیر زمین چه خبره، چه کسایی چی کار میکنن، من نمیدونم. و همه اینا رو اگه بندازید گردن دولت، شما دولت دیکتاتور ایران رو خیلی بزرگ میکنید که خودمونم اون وقت ازش میترسیم. دقیقا مثل این میمونه، یادتونه بچه که بودیم این خیابونا و کوچه های ایران شیراز وقتی را میرفتی یه چراغ اینجا بود، از این چراغ تا به اون چراغ میرسیدی سایه خودت، چون پشتت به چراغ بود این سایه خودت هی دراز میشد دراز میشد دراز میشد تا برسی به اون چراغ دیگه سایه کم بشه، اصلا سایه بره پشت سرت، اصلا وجود نداشت، ولی خودت از این میترسیدیم. نکنید این کار رو. دولت ها مخصوصا حکومت های دیکتاتوری رو مسئول همه کارها قرار ندهید. من یه فیلمی نشون دادم درباره یک خانمی که 89 سالش بود و این به اصطلاح رانندگی میکنه، مسافرکشی میکنه، و خیلی از دوستان آمدن برای من ایمیل فرستادن، پیام خصوصی فرستادن اینا. میگم خب چرا نظرتون رو نمی‌نویسین؟ میگن میترسیم از دوستان که بهمون فحاشی کنن. یعنی ما جامعه‌ای درست کردیم برای خودمون که خودمون از خودمون میترسیم به دلیل اینکه به هم دیگه توهین، حمله و الی آخر. در هر صورت اونا هم میگفتن بله این خانواده‌ای که این خانم 6 تا بچه داره، همسرش مشروب خور بوده، معتاد بوده، هر چی بوده، فوت شده 20 سال پیش و این خانم هنوز داره کار میکنه و این باید خرج اونها رو بده، به نظر آنورمال میگن یا غیر معمولیه. این معمول نیست. معمول زندگی اینه که پدر و مادر وقتی پیر میشن، اگر فرزندی دارن، فرزندا جور اونا رو میکشن، نه اینکه مادر 89 ساله بلند شه بره تو خیابون کار کنه بعد بیاد پول بده به یه جوانی. چرا این آقا بیکاره؟ خب اگه تو میتونی کار کنی، اون چه جوریه که نمیتونی کار کنه؟ یا اصلا جاتونو عوض کنی، 3 روز شما کار کن، 3 روز اون کار کنه.
که شما میبین غلط بود کلا. در صورت احتمال عمدی بودن مرگ هزاران پرنده مهاجر، این دانش و محیط زیست، علت مرگ هزاران قطعه، واحد اندازگیری پرنده ها قطعه است. مثلا گوسفند رو میگن رس، شتر رو میگن به خاطر که خیلی زیاده میگن نفر، و نمیدونم تعداد مرگ هزاران. خب بنویسین هزاران پرنده مهاجر در تالاب بین المللی میان کاله معلوم نیست. تالاب بین المللی یعنی چی؟ یعنی این مال همه جهانه؟ من نمیفهمم. مسئولان از بررسی همه گزینه ها میگویند، از دست داشتن صیادان غیر مجاز تا سم بوتولیسم میان کاله در گذشته بارها زخمی دست درازی طالبخواران بوده است. این جمله های ایرانی هم وقتی می نویسن خیلی جالبه. بله میگن در حال بررسی است. چی در حال بررسی؟ در صورت ممنونم و متشکرم. بله ایشون گفت این کبوی همون گاوچران ها میشن، افرادی که بذاری من این دکمه رو باز کنم. طرف گفت آقای سوری چرا این دکمه رو میبندی؟ گفتم آقا پول همه این دکمه ها رو دادم، دوست دارم اینم ببندم. به شما چه؟ یه فیلم میدی شب میدیدم یه آقای واقعا میگم از کمربندش دو تا دکمه پیرنش رو بسته بود، باقیش 4 تا 5 تا دکمه باز بود. خب یکی انقدر باز میذاره، یکی دوست نداره باز بذاره. به شما چه؟ بذارید مردم آزاد باشن، بذارید مردم راحت باشن. امروز من فراموش کردم که از آقای لادن سوال کنم با اسم خودشون، با اسکایپ خودشون باشون تماس بگیرم، یا چون تغییراتی در اندیشکده دادن و مثلا اونجا تلویزیون و استودیو یا اینا راه انداختن، با اسکایپ اون اندیشکده باشون تماس بگیرم. حالا خیلی مهم نیست، اگر تماس گرفتیم این یکی جواب نداد میریم اونور. اینقدر چیزا هست که بعضی وقتا آدم یادش میره سوال کنه، فراموش میکنه. و اما بیایم بریم سراغ این که ترامپ اوردر بولتون. این بولتون که واقعا فاکس نیوز دیگه گندش رو در آورده، ولی اونایی که فاکس نیوز رو فقط تماشا میکنن، من بهشون پیشنهاد میکنم همون جوری که من CNN رو نگاه میکنم و فاکس نیوز رو هم نگاه میکنم که بدونم اینا رو روبروی هم بذارم، شما هم همین کار رو بکنید. نشون میداد که فاکس نیوز چگونه از این جان بولتون تعریف میکنه، از دانشش، از انسانیتش، از این. حالا که این آمده میگه آقا این آقای ترامپ برای اینکه خودش باز برنده بشه حاضر مملکت و امنیت مملکت رو به خطر بندازه، همه اونا چه فوشایی به این جان به اصطلاح به این گفتم کی بولتون، جان بولتون میدن. و جان بولتون کسیه که این قسمت رو ترامپ درست میگه که اگر به اصطلاح به جان بولتون گوش داده بودن، الان جنگ جهانی ششم هم داخلش بوده. و این جان بولتون کسیه که حتی وقتی آوردنش که برای به اصطلاح سازمان امنیت نماینده آمریکا باشه اونجا، چون یه شغلایی هست باید برن مجلس، مجلس سنا یا مجلس شورای ملی اینجا به اصطلاح مجلس نمایندگان، اون منتخب رو تایید کنن تا منتصب بشه. ولی یه شغلایی هست همینجوری خودش طرف میذاره، و چون این نمیتونست، انقدر سابقه کثیف و خرابی داره، ترامپ این رو گذاشت مشاور عالی خودش و توی همه جلسات هم یا بغل دستش نشسته یا پشت دستش. و جالب بود که توی همه این جلسات هم یک دفترچه اینجوری، این دفترچه های زرد و شما دیدید دیگه، نوتبوک بهش میگن، لیگال پد هم بهش میگن، یه دفترچه مثل این دستش بود، همیشه داره یادداشت می‌نویسه و حتی توی مصاحبه ها این ورق ورق میزد که حالا مسخره میکنن میگن بابا این همون موقع هم داشته کتاب رو مینوشته ولی شما خواب بودید. چه کتابی؟ اسم کتابه اینه: من در اون اتاق بودم. چه اتاقی؟ همون اتاقی که تلفن زدند و اینها. خیلی ممنون آقای خزایی عزیز،
نوشتن به چشم سنگ خواهد شد. خیلی ممنون، متشکرم. و دوست خوبمونم خانم نیر اینجا لطف کردن گفتن که اون حمایتی رو که خیلی جالبه، خانم نیر با عقاید من میتونم بگم 100% مخالفن، ولی اون کدوم فیلسوف بوده که من گفتم میگه من حاضرم جون خودم رو بدم ولی تو حرف داشته باشی، حرف خودت رو بزنی. این شعار رو ما خیلی تکرار میکنیم ولی عمل نمیکنیم. تنها کسی که من میبینم عمل میکنه، حالا نه به جونش، البته بعض وقتا برای ما ایرانی ها از جون دادن آسونتر از پول دادنه، واقعا میگم. دیدید میگه تشریف بیارید قدمت برچشم، ولی بهش بگو آقا $10 بده قرض من، میگه والا ندارم، یعنی دروغ میگه. اصلا مخلصم جان فدوی فلان بیسار اینا بمانه. در صد ممنون و متشکرم خانم نیر عزیز. من داخل عکسایی که تو صفحه شما بود یه چیزی دیدم که گویا اینو ژیسکاردستان نوشته بوده در رابطه، یا اینکه تحریف نوشته های اون هست که ملت ایران ملت اینجوری هستن اونجوری هستن و شاه به زور میخواسته اینا رو نشون بده آدم هستن. ببینید شما میتونید به خاطر اینکه به شاه علاقه داشتید و دوست داشتید و فکر میکنید مظلوم واقع شده علاقه داشته باشید، ولی نمیتونید به یه ملت 30 میلیونی توهین کنید، ملتی که همون شاه میگه این بزرگترین ملت نمیدونم فلان. و این نوشته ها رو خیلی باور نکنید که فلانی گفت که نمیدونم شاه تلاش میکرد مردم ایران رو در چشم انظار عمومی جهان انسان نشون بده ولی اینا آدم نبودن. یکی بهش بگه پدر سوخت خودت آدم نبودی. و اگر اینها آدم نبودن، این شاه چرا شاه یه سری بوده که آدم نبودن؟ خب بلند میشد میگه آقا اینا آدم نیستن، من میرم هنرپیشه میشم، من میرم کالیفرنیا فرش فروشی باز میکنم، میرم انگلستان نمیدونم. نکنید این کارو، یکم فکر کنید. اون عکسی رو که شما میخواین بذارین، حالا منی که بیش از 10,000 تا روی فیسبوک مردم تیوی دارم، 5,000 تا روی صفحه خودم دارم، یا شمایی که چند تا دوست میان صفحتون رو میبینن، ببینید اونایی که میان اون وقت چه فکری میکنن و چه تأثیری میذاره روشون. دستت ممنون و متشکرم. و آقای خزایی هم اگه عکس خودت رو بذاری روی فیسبوک خیلی خوبه، مثل این دوستمون آقای مهران احتشامزاده که هنرمندی هستن که در آلمان هستن. آقا مهران من سال گذشته 2 مرتبه آمدم آلمان و هر دوبارش هم فرانکفورت بودم و ای کاش فرصتی شده بود شما رو هم اونجا میدیدم. یه بار ماه جولای آمدم که قرار بود تا آگست وایسم، روز دوم برگشتم، یه بارم همین ماه نوامبر، همچی میگم ماه نوامبر اگه مثلا امروز بوده، 2 ماه پیش آمدم، 5 تا 12 اونجا بودم. خانم دکتر بهیه جیلانی از پاریس می نویسن بله ملت ما همان لیاقت آخوند را دارن چون خودشان انتخاب کردن. خب ببینید این حرف شما ضد و نقیضه. اگر باور دارید انتخابات آخوند درست بوده، اگر باور دارید مردم انتخاب میکنن، بعدم اضافه کنید که بله لیاقتشون همینه، ولی اگر باور دارید که آخوندا پدر سوخته هستن، دروغگو هستن، انتخاباتشون درست نیست، چرا مردم بدبخت بیچاره رو که از اون بر زیر فشار آخوندا هستن 40 سال، از این برم زیر فشار بی احترامی من شما؟ چرا؟ چون خودمون جایگاه خودمون رو هنوز مشخص نکردیم، چون خودمون بر اساس اون گفته زبانزد، میگه آقای لادن به جای ضرب المثل میگه زبانزد، چیزی که زبانزد خاص عام است که تو اول بگو با کیان دوستی پس آنگه بگویم که تو کیستی. من اول مشخص نمی کنم که آقا باور دارم این انقلاب بوده، باور دارم آخوندا دوزیدنش، باور دارم آخوندا انتخاباتشون درسته یا نه. هی موج به موج میشیم، یه روز میگیم خب پس اگه اینجوره خانم به یه جیلانی شما تشویق کنید مردم برن در انتخابات شرکت کنن، ولی بهشون کمک کنید اون کسی رو که به اصطلاح صالح هست انتخاب کنن.
خب نمی آخوند که نمیذاره اون ساله ها رو همون اول با تیغ میزنه، با کتکشون میزنه، چیزاشون رو پاره میکنه، آگهی هاشون چیزی رفع صلاحیت میگن، چی میگن اون میکنه. خب پس چرا میگیم ما این ملت بی غیرتن؟ پس چرا ما میگیم این مردم لیاقت ندارن؟ مردم صف میکشن. نه اینطور نیست. خب اونم اگر شما باز درست میگی مردم صف میکشن برای انتخابات، تمام اینایی که مزخرف میگن، میگن اینا فیلمه، اینا نواره، ما رو یاد ازهاری میندازن. اینا که نمیدونم میگن همش نواره، فردا مردم اومدن تو خیابون گفتن ازهاری بیچاره نوار که پا نداره، بازم میگی نواره. نمیدونم یه جای ما کمک من میگم رأی ندهم. نمیدونم. خب چرا میگید رأی ندهم؟ اگه شما میگید مردم اینا رو انتخاب کردن، بذارید رأی بدهن، شاید این بار درستش رو انتخاب کنم. نمیدونم، من فکر میکنم احساساتی مینویسیم، احساساتی حرف میزنیم و ناراحت میشیم. دیدید مثل توی خانواده دعواشون میشه، طرف حتی به برادر خودش میگه گور پدره. ای بابا، این که پدرش پدر توه، ولی اون موقع عصبیه. ما ملت عصبانی هستیم. آها شما میگید که من که میگم رأی ندید، فکر کنم منظورم اینه. اوکی رأی ندهم. خب دوستان نظر شما چیه؟ این ماجرای انتخابات، همین من بذارید یه عکسی بهتون نشون بدم. من سه شب پیش جایی بودم، این WETA که قسمتی از PBS هست و جزو این نشنال پابلیک رادیو فلان اینا هست، و اونجا یه برنامه‌ای بود که این خانم الیزابت وارن لایر 4 بر خانم الیزابت وارن اومده بود مصاحبه کنه، و ما هم فرصت رو غنیمت شمردیم و یه عکسی با ایشون گرفتیم، چون این خیلی معروف در عکس گرفتن. میگن در یک روز نزدیک 4000 نفر یه جایی بودن عکس گرفتن، ولی ما اونجا چون اولم تو این اتاقه بودیم که به اصطلاح میشینن درباره برنامه صحبت میکنن و اینها، نشسته بودیم و حدود 20 نفر بودن. این دو ردیفه، یه ردیف دور این میزن، یه ردیف دور اونها که به دیوار تکیه دادن. من جزو اونایی بودم، میبینید از عکسی هم که گرفتم جزو اونایی هستم که شاگرد تنبلا معمولا اون پشت میشینن که بتونن عذاب بدن، صندلی رو بزنن، نمیدونم چی بزنن، هیچ کم پشت سرشون نباشه. در هر صورت این جلسه بود و فقط یادم اومد باز به اون دورانی که ما کار رادیو تلویزیون انجام میدادیم، و یه چیزی هست بهش میگن ران داون یعنی ترتیب برنامه ها. و شما نمیدونم الان اینجا میتونید نگاه کنید یا نه، ببینید که یه برنامه 56 دقیقه‌ای دو صفحه چجوری اینا به اصطلاح ریز 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 مینویسن، و نه دقیقه به دقیقه، حتی ثانیه به ثانیهش رو با حساب پیش میرن. این خانم وارن هم اومده بود اونجا با شور و با هیجان تعریف میکرد که باید ترامپ ایمپیچ بشه، باید ترامپ ریموف بشه، یعنی بکشنش از کاخ سفید بیرون، بگن آقا یا بی برو نیویورک یا بی برو فلوریدا. دلیلش اینه که اگر نشه الان دیگه تو این 5 سال آینده یا تو اون 4 سال به اضافه چند ماهی که اینجا باقی مونده، دیگه این هیچ کس رو حریف نمیشناسه و هر غلطی دلش میخواد میکنه. چرا میگم هر غلطی؟ چون تا امروز بیش از 16 هزار دروغ گفته. ایداد میده. خب خانم نیر قربانی ایوانی مینویسن که جناب سوربی، جواب شما را در مسنجر میدم، ولی آیا ما وحشی نبودیم که گروگان گرفتیم؟ ما آها شما ببین، ما گروگان گرفتیم؟ شما گروگان گرفتی؟ خانم دکتر بهیه جیلانی گروگان گرفته؟ آقای شاهین فاتحی گروگان گرفته؟ آقای حسن خزایی گروگان گرفته؟ آقای اون دوست هنرمندمون که ایشون گروگان گرفته؟ اگه نگرفتیم چرا خودمون رو به این آسونی قاطی اونایی میکنیم که یا از روی حماقت یا از روی فاسد بودن و پدرسوختگی رفتن این کار کردن؟ شما باور میکنید من اون روز
من اون روز نوبت داشتم که برم این خیابون تخت جمشید بود، برم سفارت ویزای آمریکا بگیرم. خب من که نبودم خانم. چرا میگید ما؟ بگید اینها که بعدم معلوم شد یه سری دانشجوی بودن که الان یکشون خانمه کیه که پسر خودشم آمریکاست. شما خودتون رو به این سادگی چرا قاطی اینا میکنید؟ یه مش افراد پلیده، یه مش افراد قانون شکن که حتی احترام به سفارت دیگران نمیذارن. آقا این سفارت بده، بهشون قشنگ اخطار بده تا هفته دیگه اصلا پس فردا برید. مگه ندیدین تو کشورهای مختلف این اتفاق میفته؟ مگه همین ایران رو نمیکنن از کشورهای دیگه بیرون؟ میگه آقا تا فردا از همتون گورتون گم کنید برید. خب اگر ما نبودیم، اگه ایشون نبوده، اگر دوستون آقای مهران احتشامزاده نبوده، اینا مردم نیستن؟ اون 40-50 نفری که رفتن اونجا مردم بودن؟ خب این از این. پس این جواب شما رو قبول نداریم که این تو کشتار کردیم. آیا ما وحشی نبودیم؟ سربازان وظیفه و شهربانی مسلح کردیم. کمی برگردیم به 40 این مسلح یا مسلح. مسلح از کلمه اسلحه میاد، یعنی مسلح شدن، اسلحه دستشون بودن. مسلح یعنی مثل سلاخی کردن و اینا فکر کنم باشه. در اصل من نمیدونم منظور شما اینجا چیه. در ضمن آن شخص ویلی برانت صدر اعظم برلین غربی بوده و او آنها نبوده که این را گفته. خیلی ها گفتن و حقیقت را گفتن. خب اگر ویلی برانت حقیقت رو گفته، شما در زمان شاه اونی بودید که ویلی برانت گفته یا اونی بودید که شاه گفت فکر میکرده؟ نکنید کلاه خودتون رو بذارید سرتون، با احترام قضاوت کنید و بگید ما با اینا فرق میکنیم. به همین خاطر که امروز شما در آلمان هستی، به همین خاطر که من امروز در آمریکا هستم، به همین خاطر که این دوست هنرمندمون در آلمانه، که ما نخواستیم جزء اونا باشیم. آقا خانم بنده 5 سال هم بعد از انقلاب موندم در سخت‌ترین شرایط. بنده سربازی میکرده بودم، میتونستم بیام بیرون. وایسادیم تو جنگ، چراغ خاموش کن، نون نمیدونم بنداز رو بند خوش بشه، فردا نون خوش بخور. حمله به خیابون 12 متری عسکری، ما 2 خیابون بالاترش بودیم، بمب اونجا. بعد گفتیم بلکه این بیناموسا یکی بهشون بگه آقا شما که آخوندید به مردم دروغ گفتید، بیان برین توبه کنید، بیان برین قم، همینجوری که خمینی گفته. دیدیم نمیشه، شغل دولتی رو ول کردیم، خونه نو رو ول کردیم، ماشین نو رو ول کردیم. حالا بنده 28 سالم بوده، همه اینا رو داشتم. اومدم تو همین آلمان شما، برید همه هتل تهران. اون موقع آقایت میگفتن آقای تهرانی، حالا نمیدونم اینم نمیخواست فامیلیشو کسی بگه، میگفت کجا هستی؟ میگفت هتل تهران، مال آقای تهرانی. بنده اونجا روکش صندلی عوض میکردم، اونم به عنوان شاگرد آقای جواد گلچین بودم و افتخار میکنم و ممنونم از همین آقای جواد گلچین که گفت حالا اینا به ویزا ندادن میخوای برگردی بری؟ کجا برگردی بری؟ همینجا وایسا. وایسادیم، دخترمونم در آلمان دنیا اومد، الان بچه‌هامون اینجا هستن، موفقن و گهگاهی هم به ما میگن خیلی ممنون که ما رو از ایران با این شرایطی که بوده آوردید بیرون. بله. خب یعنی تکیه همین مسلح پس میشه، مسلح یعنی تکیه کردن. خب این آقای محسن درزی 4 فصل هم گاهی وقتی چیزای خوب مینویسن، ولی اگه لطف کنن ببینید، شما الان اینجا میای یه لینک فیسبوک میذاری، منی که دارم برنامه سوربی رو نگاه میکنم باید چه کار کنم؟ از خودتون سوال کنید دوستان، از خودمون سوال کنیم من چرا این کارو میکنم؟ من چرا تون میرم میپیچم جلوی ماشینه؟ من چرا این ماشینه که بچه‌شو میخواد دم مدرسه پیاده کنه پشت سرش بوق میزنم؟ آقا اگه بوق نزنم که زودتر پیاده میکنه میره. من چرا تو برنامه زنده ای که دوست دارم آمدم نشستم دارم عمرم رو تلف میکنم، میام یه لینک میذارم بدون اینکه یک کلمه فارسی بنویسم که این لینک چیه؟ بپرسید از خودتون.
و این کارهایی که بدون این که چرا چرا انجام میدم، نتیجهش این میشه که یه عده آدمای خوب میرن داخل اون پدرسوخته ها، داخل اون که اصلا نمیدونستن کجا میرن. من اون روز با آقای لادن صحبت میکردم، گفتم آقا شما میگید من الان باور دارم که این مردم که میگن نه به شاه و نه به نمیدونم مرد بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، یا یکی دیگهش میگن که نه میر حسین نه طوله های رفسنجانی فلان اینا، گفتم آقا به این شعارها دلخوش نباشید. به قول امام خمینی، این شعار شما بلنگو بده دست من، همین تو آمریکا، همین تو آمریکا وقتی که تظاهرات هست، هر چی این بلنگو میگه، اونایی که اونجا هستن میگن، اونا که از خودشون قدرتی نداره، و چندین بار اتفاق افتاده. به طرف گفتن راهپیمایی برای حقوق بشر در ایران، طرف آمده اینجا وایسادن، یه ماشین آمده شعار داده، یه دفعه هم دیدن ایران رجوی، ایران رجوی. خانم مریم و ماندانا سهولتی گفت ایران رجوی، ما اصلا برای رجوی نیومدیم. وی هیت دم، وی هیت دم یعنی ما متنفریم از اونا. اینه، گفتم آقای لادن شعار این بود که گشاد گشاد را نروید، مردم هم گفتن گشاد گشاد را نروید. گفت اینی که میگم شعار نیست، مردم هم گفتن اینی که میگم شعار نیست. خب بله، ملت توی یک موقعیتی قرار میگیرن، بهش میگن پیر پرشه، نمیدونم چیه. بچه شما میری مدرسه، بچه من میری مدرسه، وقتی میرن دستشویی چهار نفر دارن سیگار میکشن، به اونم میگن سیگار بکش، اگه سیگار نکشه اون پیر پرشه. دیدید مثلا خیلی از ما ایرانی‌ها همه چیزا رو میندازیم تقصیر دوستای بچه‌مون، نمیگیم بچه خودمون یکی از اوناست، میگیم دوستان. البته جوکای زیادی ساختم، میگه آقا چرا معتاد شدی؟ میگه خدا از سر دوستان بد نگذره. و دوستش میگه البته تنیا که خوب و زمان نمیدونم جکسون هم کم اثر نبود. اصلا ممنونه. خب عصبانی نشد، چشم آقا، خیلی ممنون. حالا شما از خودت سوال کن چرا سربی یه دفعه عصبانی شد؟ آقای اسم شما چی بود؟ محسن جان. بله، اگر ببینی تشکر میکنی. آها، اشکال همینه. اولا من اون روزم به شما گفتم که اینجوری کلمه کلمه ننویسی. ببین نوشتید نشون بده. ببخشید، مگه من نوکر بابای شما هستم؟ نشستم اینجا شما بیای نشون بده، خب فردا میگی تنبونتو در آن فلان چی تو نشون بده؟ اجازه بدید من شما رو بلاک کنم، شما نشون بده جالبه. بعدم نوشتن که سوربی جان ازم ممنون میشی. نه خیر، بنده از شما هیچ ممنون نیستم، چون این چند دقیقه عمر من و دوستان رو شما تلف کردید به خاطر تنبلی که یک لحظه ننوشتید با فارسی سوربی این ویدیو رو نگاه کن راجع به فلانه، یا توی قسمت پیام شخصی برای من بفرستید. اجازه بدید من شما رو بلاک کنم، و اگر ما این تنبیه ها رو درباره دوستان به اجرا بذاریم خیلی وضعمون خوب میشه. آقای محسن، بذارید اینو به دوستان دیگه هم نشون بدیم. دوستان اگر کسی آمد با وجودی که دوستتونه ولی خیلی هی بهش نصیحت میکنید آقا این کارو نکن اون کارو نکن، ولی ایشون گوش نمیکنه، راهش اینه، میایین توی فیسبوکتون اسم ایشون رو با کمال احترام. راستی این احترامات فائقه یعنی چی؟ ببینید اینجا توی این قسمت من بذارم کامرای دو. حالا بعضی از دوستان میگن خب آقا بلاکش کن، چرا اینقدر وقت ما رو کم میکنی؟ میخوام تلف میکنی، میخوام یه چیزی هم شما یاد بگیرید. محسن، تا میزنید محسن، محسن ها میان، محسن درزی چهار فصلی که عکسی تیر کمان گذاشته، تیر و کمان، و یه جورایی هم قیافش مثل آقای مصلحیه. اجازه بدید من ایشون رو فعلا بلاک کنم تا روزی که قول بدن، تا روزی که قول بدن اگر میخوان بیان یه جای بازی کنن. آقا ما اگه میگیم این کوچه گل کوچیکو بازی میکنیم ولی همسایه ها ناراحت میشن اگه شما فوش بدید تو کوچه، ببینید شما الان آقای محسن درزی، من اینجا بهتون نشون میدم چهار تاشو من پاک کردم، ولی باز نگاه کنید ببینید ایشون چند تا چی نوشته. خب عزیز من که اینجا نوکر بابات نیستم، آمده باشم، حالا اون رفتش. نگاه کنید محسن درزی، محسن درزی، محسن درزی، محسن درزی. خونده بابات، من نمیدونم ما چه ملتی هستیم. حالا خود من
به خانم نیر عزیز، این خواهر گرامی، میگم ملت رو داونگرید نکنیم یا پوت داون نکنیم. ولی بله، اینو من اینو چیز کنم، پاک کنم. خب دیگه اوکی، بای بای بای. بله خیلی هم خوب، شما به سلامت. وقتا میگفتن یا بخور فلان یا از گردنه پرد شو. بله مرسی. اگر آقای لادن برنامه دارن، نحوه ترجمه خط میخی به خط فارسی را توضیح دهند. راستی خط فارسی از عربی است یا عربی از فارسی، کدام قدیمی تر؟ حسن جان بذار من اینم پاک کنم. این همون چیزی که من اول برنامه گفتم، با دوستانی که خودشون فیسبوک دارن، ایمیل دارن، وبسایت دارن، باهاشون تماس بگیرید. من که اینجا دفتر چی میگن سکرتر اونا نیستم. دیدید بعضی اداره شما تا درو باز میکنی میری، یه نفر نشسته، یا یک خانمی یا آقایی، یه میزی دی ام وی میری، یه نفر نشسته اونجا نوشته اینفورمیشن. شما میگی گواهینامه میخوام بگیرم، میگی بیا این شماره رو بگیر اونجا. ماشینم میخوام نمرهش عوض کنم، میگی برو اونجا. آقا جون اینا دیگه خودشون شناخته شده هستن، شما باهاشون تماس بگیر. سلام آقای لادن، من برنامه‌های شما رو میبینم، به نظرم میاد شما آگاهی بیشتری دارید، لطف کنید درباره این برای ما صحبت کنید. ایشون هم می‌نویسه، دفعه دیگه که آمد میگه که دوستی به نام آقای حسن خزایی از من خواهش کردن که درباره، چرا ما اینو یاد نمیگیریم؟ چرا یه چیزی به این سادگی رو در این سیستم چند سال، الان دیگه 20 سال ما اینترنت و ایمیل و فیسبوک و این کوفت و زهر مارا رو داریم، چرا ساده ترین قسمتاشو یاد نگرفتیم؟ طرف از راه میرسه یه لینک گذاشته با آدرس فیسبوک، تازه به من میگه شما اگه رفته بودی لینک رو زده بودی بعدا میدیدی، از منم تشکر میکردی. آقا خیلی ممنون، اگه شما نبودی ما امشب حتما با پای برهنه میخوابیدیم. خب شکم گشنه که بالاخره دوستانی هستن حمایت میکنن و ممنونیم. یه دوستی هم گفتم از کانادا حمایت کرده بود، برای من دیروز باز نامه اومد که تا 4 فوریه این پول میمونه. برای این دوستمون نوشتم آقا ما نتونستیم این پولو به حساب بانک در آمریکا بریزیم، شما که میگید کردیت کارت ندارید، اگه تونستید این پولا رو بده به دوستتون، همون موقع بگید با کردیت کارت به ما به اصطلاح ارسال کنه از طریق مردم تیوی. اگه نمیتونید اقلا شما رو پولو پس بگیر. یادتونه میگفتن آقا، میگفت چطور شد؟ میگه اون که ملا خور شد، یعنی ملاها از قدیم چون دوز بودن و بخور بخور بوده و ببر ببر بوده، میگفتن ملا خور شد. بعد یه چیز دیگه یاد گرفتیم، یاد گرفتیم میگفتن دزدای سر گردنه، چون مردم با قافله میرفتن و احتمالاً حتی بعدن که ماشین هم بود این گردنه ها یواش میرفتن، دزدا میمدن میپریدن روی ماشین ها، روی قافله فلان اینا، سر گردنه. چرا سر گردنه؟ چون این قافله اونجا خسته شده بود، نمیتونست تون بره، داشت سربالایی میرفت، هم خسته بود، هم الاغا خسته، هم ماشینه خسته، هرچی. اینا راحت نشسته بودن اونجا، تو فیلم ها میبینید طرف اینجوری نشسته، حتی قطار میدونم میان قطار رو نمیدونم میزنن، میان اون گالسکه های ویلز فارگو رو که یکی از اولین بانک های آمریکا بوده مورد سرقت قرار میدن و الی آخر. بله من نمیدونم خانم جیلانی چه چیزی رو شما میگید تحت فشار قرار گرفتن، اگر یکم بنویسید، مخصوصا چون دوستانی مثل آقای محسن درزی میاد 8-9 نوشته میپرن اینا بالا. دیروز داشتم برنامه آقای وکیلیو که مسیحی هم هست نگاه میکردم، بعد این بیچاره برنامه زنده بود، هی میگم که پرید دوست عزیز دوباره سوالت رو بگو. حالا اون بیچاره‌ای که میخواد از این سوال کنه، مشکل زندگی، مشکل اقامت داره، اینم از این ور هی میگفت پرید شما بیا چیز کن. بله خب دوستان عزیز، اگر لطف کنید این برنامه ها رو با دوستان و دشمنان خودتون شیر کنید، اگر لطف کنید وقتی میایید توی مردم تیوی یا یوتیوب سابسکرایب کنید، بذارید من سابسکرایب رو به شما نشون بدم. همتون از من بیشتر میدونید، ولی یه مقداری تنبلی متاسفانه. اینو من ببندم صداشو. جالبه زیر برنامه ایرانی، زیر برنامه لایو سابسکرایب نمیبینم، ولی فکر کنم رو اون لوگویی که نشون میده اگه شما بزنید میتونید سابسکرایب کنید.
به این صورته. نگاه کنید شما وقتی میایم برنامه ما رو به صورت زنده یا اونی که چیز نشون میدیم، اینجا نگاه کنید زیر ویدیو، حالا یه دوستی گفت آقای سوربی شما که راجع به رانندگی اینجوری به مردم یاد میدی، راجع به کامپیوتر این چیزای کوچیکو یاد میدی، اصلا برنامه‌تو بکن آقا آموزشی، ول کن این سیاست کثیف و اینا. میگیم چش، ببینید اینجا شما چیزی به نام سابسکرایب نمیبینی، ولی اگه دقت کنی نگاه کنید ما این همه سال 2100 نفر آمدن این رو کلیک کردن و رفتن به اصطلاح بعدم اون زنگوله رو زدن. البته میگم این چون برنامه زنده است و احتمالا خود من هستم اینجوری نشون میده، بذارید من یه برنامه دیگر رو بیارم و روی اون بهتون نشون بدم. این افکت دو بزنیم، مثلا بگیم برنامه کیه، یه چیزی راجع به مجلس الان ایمپیچمنت و اینها، بله این لایو و اینا رو ولش کنیم، بیایم مثلا این خانم دروغگوه بود که سخنگوی مجلس بود، یا حالا تبلیغ شد که اونم نگید. نگاه کنید دوستان، شما وقتی میایین ویدیویی رو نگاه میکنید، ببینید این زیر نوشته سابسکرایب، این همون مشترک شدن، آبونه شدن. حالا اینو وقتی شما کلیک میکنید یه زنگوله ناقوس هر چی که بگید بغلش پیدا میشه، این رو هم باید بزنید. بعد میپرسه کدوماشو میخواد، هی هر روز اضافه ترش میکنه. ما مثلا میگیم مال این ساندرز همش بیاد، اینا تا یه ویدیو بذارن برای ما میفرسه. حالا بعدم اگه نخواستین میتونید برگردید بگید نان، این سابسکرایب هم میزنید میشه ان سابسکرایب، یعنی آبونه ما رو نخواستیم، آقا مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. خب اینم از این. پس این درس امروز چی بود؟ این بود. آها، آقای عباس تاج بخش میگن مسله کردن، آفرین، مسله کردن با سه نقطه هست، یعنی تکه تکه کردن. من میدونستم که اون مسله اینجوری نباید باشه، اگر بله اون اگه اونجوری بنویسیم میشه مسلح، یعنی دست به اسلحه دادن. خیلی ممنون آقای تاج بخش. آقا این بار میخوای تاج رو به کی بدی؟ یا آقای هم بود اینجا، آقای چی بود، حسین چی بخش، که حسیبی مسخره میکرد میگفت تاج بخش یه همچیز، خیلی آقای دکتر خوبی و اینها، و اون گوینده معتادی که اینجا بود مست کرده بود یا نشه بود یه دفعه دم کانون ایشون رو زد. بله خیلی ممنون دوستان عزیز، برگردیم به اوضاع و احوالمون. گفت که شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی سر خر زندگی کنیم. حالا نمیخوام بگیم این آقای محسن درزی سر خر بود، ولی یک کلمه‌ای به جاش بذارید، اونایی که هنر شعر و شاعری دارید، که چجوری مثلا شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که با دوستان بی درد سر زندگی کنیم، یه جوری اینجوری. بله من هم متشکر هستم از ایشان. آها خیلی ممنون. ببینید اینه که امروز من یک کلمه یاد بگیرم. البته من بهتون بگم دوستان، ممکنه خانم نیر با این تلفنی که مینویسه یا با این چیزی که مینویسه یا نوع فارسی که مینویسه محدودش کنه به اون، مثلا سه نقطه رو نداشته باشه، جیم نداشته باشه، پ نداشته باشه، یعنی با وجودی که الف بای فارسیه ولی کیبورد مال عربی باشه، که اونا 28 تا دارن ما 32 تا داریم. در صورت خود من خیلی چیزا رو می نویسم، بعد می دونم که از لحاظ املایی غلطه، ولی می دونم همین که طرف مقابل بفهمه درک کنه منظور ما عملی شده. ممنون از هر دوی شما عزیزان. و اصل این برنامه ها اینه که من امروز یه چیزی اینجا یاد بگیرم از این دوستمون، دفعه دیگه اگه یه جایی نوشته بودن بفهمم. آقا مثلا اصرار با اسرار، اصرار کردن با اسرار کردن، یا یه چیز دیگه هم هست که همین معنی رو نوشته رو داره. در صورت اینم از این، من متشکرم از همه شما دوستان، و اگر این برنامه رو با دیگران هم در میون بذارید بیشتر ازتون ممنونم. ضمناً
حالا که خانم نیر لطف کرد و طبق معمول همیشگی تلویزیون مردم را حمایت کرد، منم به خودم اجازه میدم که بیام این را هم بنویسم. ببین آقای محسن چیز، اگر الان با یه اسم دیگه اومدی فورا داری نگاه میکنی، اینجوری رسمش، منی که برنامه گذاشتم از ساعت 9 صبح آمدم اینجا برنامه کانون رو درست کن چی کن، بعد ساعت نمیدونم 11 پریدم توی حمام دوش گرفتم ریش زدم که بیام اینجا به شما احترام گذاشتم، من حق دارم دوتا نوشته بذارم، خانم نیر حق داره یه نوشته بذاره، خانم جیلانی حق داره یه نوشته بذاره، نه شما از بازی کردن با نوبت خستت شده بهش گفتی خب حالا بخواب بابا جون خوابوندیش اومدی اینجا نشستی هی زر زر، این واقعا کلمه زر و زر خیلی خوبه، بی خودم نیست، اینایی که زیاد حرف میزنن میگن زر زر میکنه، راستی از کجا اومده؟ اینو یاد بگیریم، این از کجا اومده، اون از کجا اومده، این کلمه ماسمالی کردن از کجا اومده، چه تاریخ اومده. کلمه ماسمالی ردیفش توی آمریکایی میشه وایت واش. این چرا این دو تا کلمه یاد بگیریم؟ آقا من این همه ساعت که برنامه گذاشتم برای این دوستان، به جای این همه فوش، اگه هر فوشی یک کلمه انگلیسی یاد گرفتم الان اسکالر انگلیسی بودم، ولی چیکار کردیم؟ به هم دیگه فوش ندیم. چرا من دیروز که رفتم خوندم نوشته این آقای ویلی برانت همچین چیزی رو گفته، از دیروز تا حالا ناراحتم؟ چرا یه نفر دیگه که اومده نمیدونم در خیابان بلوار گل سرخ، ما داشتیم در شیراز از میدون ولیعهد تا فرودگاه شیراز گل سرخ کاشته بودن اون وسط، همه میرفتن گل میکندن و میبردن، بعد دورش گویا بعدن برای که نکنن آمده بودن حصار کشیدن اینا، باز میگن نمیشه باور کنی که 100%، میگن یکی از رهبرای کشورهای دیگه که آمده گفته به شاه که وقتی شما مجبوری گل سرخ رو اینجوری پشت دورش نرده بذاری که مردم چی نکنن، یعنی مردمتون وحشی هن اینا. آقا این شاه با همون موقع پیادهش میکرد، بهش بگم مادر عبه برو پیاده، برگر برو فرودگاه، برو تو گم کن برو، تو چرا به ملت من بی احترامی میکنی؟ چهار تا عکس نشونشون میداد، آقا همون فرانسه شما، بنده اومدم این میادین مختلف رو دیدم، سنگ مرمر میاد روش کاغذ میچسبونه، میرن میشینن روش مردم، سیگارشو خاموش میکنه اونجا، مجسمه سنگ مرمر فکر کنم اسم اون چیزه لیبرتی. کجاست خانم جیلانی؟ یکم هم نزدیک اون قبرستونی بود که اون آقای صادق هدایت داخل شو، اینها تظاهرات و اینا هم اونجا را میندازن. خب این مال فرانسه است. چند جا ما در آمریکا دیدیم، دیروز همین نزدیک خونه ما دیدم که اومدن دارن یه میله هایی میذارن برای که مردم میرن رو چمن پارک میکنن. خب اینا اگه میذاره قشنگ میذاره که شما فکر کنی این جزوی از تزیین و دکوریشن اینجاست، مال ما میاد سیم خاردار میکشه، میدونید؟ به جایی که بیاد از اونا کپی کنه بگه آقا فرانسوی تو که قبرستونت برای که مردم تو چمن نرن خراب کنن چیکار میکنی؟ میگه میاد گلدونای زیبا میذاریم، ولی این گلدونا باعث میشه اینا نتونن راه برن، نتونن با ماشین برن. خب تام همون کارو بکن، تقلید هم نمی کنیم، بعد هم میگیم خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید با. نه آقا، خلق را تقلیدشان چیزی یاد داد، ای آفرین، ای دو صد آفرین بر این تقلید با، تقلید کنید از هم دیگه. یه فیلمی داشتم نگاه میکردم به نام مرتضا، حتما این فیلم رو ببینید، داستان یه آقایی که پدر مادرش توی زلزله بم از دست میده، میاد، آدم فعالی بوده، دانشجوی خوبی بوده و اینها، و دیگه دنبالش بهتون نمیگم، برید نگاه کنید این فیلم رو. طرف یه جایی خانم دکتره میخواد این وایس این پیادش بره نمیدونم مترو، تاکسی پشت سرش بوق میزنه، ماشین دیگه پشت سر اون تاکسی بوق میزنه. خب ببخشید، راننده تاکسی که خودش از صبح تا شب هزار تا خلاف میکنه، از صبح تا شب صد جا بی خود وای میسه که مسافر پیاده کنه، دیگه خیلی باید احمق باشه تا پشت سر دیگری بوق بزنه. آقا اینجا تریلی وسط خیابون چهار رانماشو میزنه، مثلا میخواد چهار تا شیشه، چهار تا صندوق کیس کوکاکولا بذاره اینجا،
هیچ که بوق نمیزنه. میگه خب من اگه بوق بزنم این حالا میاد دعوا میکنه بیشتر طول میکشه، یا من بوق بزنم بگم من تافته جدا بافته هستم شما بارتو خالی نکن، باید چیکار کنه؟ باید بری یه دور دیگه بزنه بیاد دوباره وایسه، خب نفر بعدی میاد بوق بزنه. ولی همه قبول میکنن که آقا این مغازه‌ای که من میخوام ازش نوشابه بخرم، خب بزن نوشابهش خالی کنه بره، این اتوبوس مسافرش پیاده کنه بره. من تو آلمان یاد گرفتم رانما اگه اتوبوس میزد شما پشتش بودی، رانما رو میدیدی نمیذاشتی بیای، ماشین پلیس پشتش بهت تیکت میداد، جریمه میداد. حالا اینجا رانما تو که میزنی تندتر میاد. چرا؟ گاوچرونن دیگه، ما به اونا میگیم گاوچرون، اونا به ما میگن خارجی عقب افتاده، تا ببینیم کی آدم میشه. سیم خاردار خرجش کمتره. بله بله، میگن در سن ژرمن معمولا تظاهرات تشکیل میشه. نه، اونجایی که ما بودیم همون آپارتمان دوستمون پسرش که زندگی میکردیم چند روز، یا لیبرتی یه چیزی اینجوری بود، میدون لیبرتی، لیبرتی اسکوئر یه چیزی اینجوری بود، رو نقشه میتونم نگاش کنم بهتون بگم. در هر صورت خانم جیلانی باور دارن که تقلید هم وقتی ملتی کاشف و مخترع نباشد برای رسیدن به تمدن راهی هست و راه جهان سومی هاست، زیرا خودش تدبیری ندارد. من قبول ندارم، قرار نیست همه دنیا کاشف باشن، همه دنیا این تقلید. خب آقا خانم تقلید کردن، دیدن که خط اگه بکشن وسط خیابونا تکلیفش معلوم راننده، خب اینو ما تقلید کنیم تو خیابونم بزنیم؟ قرار نیست ما بریم تحقیق کنیم، تدبیر داشته باشیم، 10 نفر به هم بزنن تا اینو متوجه بشیم. خب خیلی خوشحالم، ساعت نزدیک 3 و من دیگه بیش از این حرف نمیزنم. آخر هفته است، اگر مشروب میخورید مشروب به اندازه کافی بخورید، اصلا نخورید، یه دوشم نخورید، که نه خودتون نه دیگران به بیمارستان و قبرستان و اینها و زندان منتهی نشه. اینم از این. من هنوز باور دارم کسی که ماشین مشروب میخوره رانندگی میکنه میره میزنه یه کسی رو میکشه، اینو نباید بندازن زندان، اینو باید هر روز بشونن صحنه‌های تصادف و اینا رو نشونش بدن که این زار زار بشینه گریه کنه. چون تو اینو میفرستی زندان، چه تغییری در زندگی این میدی؟ میره اونجا وای میسه بسکتبال بازی میکنه و ورزش میکنه و تازه ممکنه خلافکار هم بشه و بیاد بیرون. در هر صورت میگوین کمل جاکی، کمل جاکی یعنی شتر سوار. اتفاقا یه جایی آمریکایی‌ها 20 سال نه 30 چند سال پیش به من گفتن، من که معنیش نمیدونستم، اومدم از داداش بزرگترم پرسیدم، گفتم چیه؟ گفت این. برگشتم به طرف که بعدم اومد راننده خودمون شد. حالا اینو داشته باش، همون کسی که به ما میگفت کمل جاکی. گفتم که من خیلی خوشحالم که هم میتونم کامیون تو آمریکا برونم، هم ماشین تو آلمان روندم، هم ماشین تو ایران روندم، هم اینجا موتورسیکلت دارم، هم تو ایران دوچرخه داشتم، هم به قول شما شتر سواری کنم، شتری که من در زندگیم 2 بار بیشتر ندیدم. یه بار بندر عباس بود، یه برام یکی از این کشورها نمیدونم یونان بود کجا بوده. بعد اون آقای دالتون، پال دالتون، اون اومد گفت که من از شما معذرت میخوام، ردنک اومد گفت من از شما معذرت میخوام، بعدم آمد برای من برای برادرم اینا رانندگی کرد، بعدم میره به راننده‌های دیگه میگفت احمقا شما برای اینا بیان کار کنی، اینا هستن که نه پولتونو میخورن نه یه جوری مثل سهیم کردن کارگران در سود کارخانه و اینها بود. دوستان عزیز 3:01 شد، من از آقای لادن عذرخواهی میکنم، بذارید ببینم اینجا میتونم پیداشون کنم یا در اون به اصطلاح آیدی اندیشکده. اینجا نیستن، میگه کانکتینگ، بذارید ببینم. آقای فرهاد زمانیان ممنون از برنامه خوب شما، بلاک بوده. این آقای زمانیان هم هر از 2-3 روزی یه ما بلاک میشه. خوشحالم که هستی اینجا با ما هستی. اجازه بدید من اندیشکده رو، آهان آهان ریدی اوکی اینجا هستن ایشون، ببخشید. و خب این که میگه isn't online، آقا اذیتمون نکنید والله بالله.
دوستانی هستن که این کار رو انجام میدن، اذیت میکنن به ما. من میدونم چی میشه، من میرم اونجا، ایشون میاد اینجا، اینم همون چی داشتن زیاده. شما فکر کنید اینایی که یه خونه شمال دارن یه خونه جنوب دارن، فامیلشون دوستشون نمیدونه الان اینا تو خونه شمالن خونه جنوبن. این آها یکی دیگه هم هست، سه تا اسم محال داریم. بذاری ببینم اینه continue to call، نه بذاری ببینم کدومش نشون میده که ما آها این باید باشه دیگه. آقای لادن از اندیشکده مثل این که داریم تصویر نداریم. We could not connect to your selected camera. کامرا نمیخوام ببا ولم کن. میذاریم exploit. اتفاقا اینجا داره ما رو نشون میده. خب چجوری دوباره وصل بشیم؟ بفرم آقای لادن، شما اینجا هستید یا؟ بله، من تا یه لحظه پیش تصویر شما رو هم داشتم. آها، ما تصویر شما رو نداریم و ببخشید من رفتم اونجا اون حساب شخصی خودتون، بعد رفتم اون اندیشکده‌ای که پریشب به اشتباه گذاشتم با اونو پاک کنم. الان تصویر شما رو اینجا من ندارم. خب با این سیستمی که ما داریم من نگاه کنم ببینم بعد چی کار بکنم. بله دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن هستیم. اتفاقا من منتظر بودم که تصویر ایشون رو نشون بدم و بگم که یکم هم به ما یاد بدن چجوری این استودیو زیبا و اینها رو ردیف کردن که متاسفانه الان تصویر نداره. من میگم نکنه اون تصویر سیستمتون میره به اسکایپ اون اسم دیگه، روی دوربینتون شما بزنید و اونجایی که میگه ویدیو اینها ستیم سمت چپ اسکایپ چند تا خط هست، سه تا نقطه رو توش کلیک کنید، می‌نویسه سیتینگ. توی سیتینگ بیان پایین می‌نویسه آدیو و ویدیو، اونجا انتخاب کنید چه دوربینی تصویرتون رو. یعنی امکان داره که من دوربین رو اشتباه انتخاب کردم؟ پس می‌خوایم شما به من زنگ بزنید دوباره. حتما. بله دوستان عزیز، منتظر میشیم که آقای لادن با ما تماس بگیرم. یه جای دیگه هم اینجا وصلیم. صبر کنید. بله بله. از نظر رنگم اجازه بدید ببینم. این مثل که مال دیشب بوده، نمیدونم. آره من تا دیشب نمیدونستم که اسکایپ الان تقریبا داره جای تیم ویور و جای ریکوردینگ و اینا رو میگیره و خیلی از دوستان ایرانی که برنامه اجرا میکنن دیدم که با اسکایپ که با مهمونشون به اصطلاح ارتباط برقرار میکنن، از همون اسکایپ هم ریکورد میکنن یا ضبط میکنن. خب البته هیچ وقت اینا نمیشه مثل دستگاه های به اصطلاح ویدیو ان آدیو ادیتینگ یا میکسر، ولی کارا رو انجام میده و اتفاقا چند تا برنامه آقای لادن هست که مصاحبه کردن با آقای به نام فرهاد، اون رو هم براتون روی فیسبوک و چیز و اینها گذاشتم، هم روی فیسبوک هم. خب یه دوستی هم از خب ببینید مثلا حالا من شماره این آقا رو نمیخوام نشون بدم، ولی یه دوستی از آلمان تماس گرفتن، فقط علامت سوال گذاشتن یا اینکه فارسی وقتی بنویسید توی یه برنامه‌هایی به صورت علامت سوال فقط نشون داده میشه. یادمه چند سال پیش این آقای علی چیچی زاکری آمده بود و اینا توهمات دارن و من اسمشو نوشته بودم، دیدم این اسمش رنگش خوب نیست، رفتم رنگشو عوض کنم، چون یه تغییری دادم
این برنامه‌ای که ما داریم میکسره همه رو به صورت سوال نوشت، گفت آقا چی شد یکی حمله کرده اسم منو؟ گفتم بابا اینجا اینها نگاه کن، اسم خود منم با فارسی اگه بنویسم بعد بیام رنگشو انتخاب کنم این تبدیلش میکنه به سوال. در صورت در هر صورت دوست عزیزی که از آلمان با شماره 49 کد کشوری و آخرش با شماره 915 تکس فرستادید، من اینجا چیزی به غیر از یه سری علامت سوال نمیبینم. اینو لطف کنید یا با فارسی حتی با آلمانی هم اگه بنویسید، من هنوز هم میتونم آلمانی بخونم میفهمم یه مقداری و هم اگه نتونم هم میدمش به گوگل ترنسلیت و اون برای من ترجمهش میکنه. ولی مواظب باشید این گوگل ترنسلیت مترجمی نیست که شما بتونید بهش به اصطلاح مستند استناد کنید و اینا، بعض وقتا یه جایی خراب میکنه. خب پس تا آقای لادن این دوربین رو به اصطلاح به اون، من ممکنه من بدونم مشکل چیه، مشکل اینه که الان اینا دو تا اسکایپ دارن، بعض وقتا حتی اگه یه اسکایپتون روی تلفن دستیتون روشن باشه یه اسکایپتون روی کامپیوتر اینا کانفلیکت ایجاد میکنه، درگیر میشن. این بود که ما برای دوستانی که قبلا قرار بود باشون برنامه داشته باشیم از طریق اسکایپ، قبل از چند ساعت قبل از برنامه براشون میفرستادیم که لطفاً یک ساعت قبل برنامه رو خاموش روشن کنید و چنین و چنان. ولی برای دوستانی که چند بار با ما بودن و تجربه کافی دارن این کار اصلا لزومی نداشت. دوستان عزیز یک خبر خوب بهتون میدم که با آقای لادن ارتباطمون برقرار شد و ایشون با ما هستن و من آقای لادن به دوستان گفتم که درباره اون مقاله‌ای که شما نوشته بودید که نه به رأی گیری آری به انتخابات، ما حق رأی داریم نه حق انتخاب، در این مورد صحبت میکنیم. اگه دوستان هم سوالی داشته باشن میتونن ارسال کنن. این استدیو زیبای شما رو بهتون تبریک میگم و از اون دوست آمریکایی هم که دستن در کار هست از قول من تشکر کنید. آقای لادن دیدم اون مصاحبه آقای فرهاد میگفت به شما که خب حالا با بیننده ها شما خوشو بش کنید تا بعد شروع کنیم. من نمیدونم کسی که آمده مصاحبه کنه چه خوشو بشی. من خودم بعض وقتا میگم حالا اگه شما میخواید سلام و احوال پرسی کنید، ولی خب دیگه اب نداره، اینا دیگه خیلی خودمونیه. من به شما خوش آمد میگم، ممنونم که وقتتون رو به من و دیگران میدید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان ما. من چند تا سوال از این مجموعه یعنی از این مقاله شما تایید کردم، اگر دوست داشتید هر وقت خواستید به من بگید، من اون سوالا رو عنوان کنم شما پاسخ بدید. بفرمایید با شما هستم. سپاسگزارم. درود بر شما، درود بر بینندگان و هممیهنانمون. من آمادم که با پرسش اول شروع کنم. بله خیلی ممنون. بله شما نوشتید که من اینا رو همین جوری که به اصطلاح پاراگراف به پاراگراف رفتم مترادف پاراگراف رو در ایرانی قطعه پیدا کردم، قطعه قطعه درباره مقاله اینجوری نوشتم که شما نوشتید که مهمترین و حیاتی ترین رأی‌گیری در تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی در اسفند ماه امسال صورت می‌گیرد. چرا شما باور دارید و فکر می‌کنید که این مهمترین رأی‌گیری است در 40 سال گذشته؟ حتما حتما. من شخصا چند تا تفاوت می‌بینم بین این رأی‌گیری و رأی‌گیری‌های چند سال گذشته. تفاوت نخستی که میبینم اون بیداری و آگاهی نسبیه که طی دو سال گذشته خودشو نشون داده و این بیداری آگاهی رو من در شعارهای مردم میبینم. اگه خاطرتون باشه دو سال پیش در اعتراضاتی که بود سال 1396 یکی از شعارهای خیلی مهم این بود که اصولگرا اصلاح طلب دیگه تموم ماجرا، یعنی
این به نظر من یه زنگ خطری بود برای هر دوتا جناح که بدونن که مشتشون باز شده. دوم نگاه کنیم به این دوتا از شعارهای اعتراضات اخیر. یکیش میگه که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. شعار دوم میگه که اصلاحات رفراندوم، رمز فریب مردم. این واقعا رژیم رو به وحشت انداخته، برای اینکه نشون داده که مردم تشخیص میدن، یعنی ستمگر رو شناسایی کردن، هم شاه هم شیخ. مردم تشخیص دادن که دشمن عدالت و آزادی سیستم مردم سالاره. درک کردن که تمام مشکلات زائیده حکومتیه که مدعی مشروعیت الهیه. ببخشید آقای لادن، من اشتباه شنیدم یا شما گفتید سیستم مردم سالار؟ خدا سالار. آه بله بفهم. خدا سالار. بله سپاسگزارم. اگر گفتم اشتباه گفتم. خدا سالار یعنی که ادعا میکنه که مشروعیت الهی داره و این تمام مشکلات میهنمون و مردممون زائیده این سیستم هاست، چه سلطنت و چه حالا مذهبی. و اینی که مردم میگن اصلاحات رفراندوم رمز فریب مردم، یعنی دارن اعلام میکنن که اصلاحات جمهوری اسلامی و رفراندوم سلطنت چیزی جز فریب نیست. از دید من این مثالی که در آمریکا هست میگه که the genie is out of the bottle، یعنی جن از توی بطری بیرون اومده، یعنی دیگه مسئله از بازی جناحی برای مردم گذشته، برای اینه که میگه دیگه تموم ماجرا. خب این دوتا موضوع که هر دوتا جناح رو در یک آخر قرار داده و به تکاپو انداخته که با چه ترفندی، با چه دوز و کلکی مردم رو بعد به پای صندوق رای بکشانن، این برداشت منه که تفاوتش اینه. سپاسگزارم. بسیار ممنون. و درباره این شعارها من قبلنم به شما گفتم که خیلی به شعارها نمیشه دل بست و باور داشت، چون اگه شما یه میکروفون دست من بدید من یه چیزی توی جمعی بگم، مردم اونجا آمریکایی ها میگن پیر پرشر، ما ایرانی ها میگیم به اصطلاح اون چیز اطراف، فشاری که اطراف میذاره، اونا همونو تکرار میکنن. ولی بعد از اون پیامی هم که شعاری هم که مردم داده بودن، یه چیز دیگه بود که من عکسش هم فکر کنم برای شما فرستادم، الان ندارم اینجا که نشون بدم، که میگفت نه میر حسین نه توله های رفسنجانی، یه چیز اینجوری، اگه شما اونو یادتون هست بگید. و شما بر اساس این شعارا قبول دارید که مردم به اون آگاهی رسیدن که این انتخابات از مهمترین انتخابات 40 سال گذشته حساب میشه؟ نه نه دقیقا. من اولا یک خدمت رو میگم به اون مطلبی که شما بیان کردین که شما یه میکروفون بردارین و بعد دیگران هم تکرار میکنن، اون یه مسئله دیگه است، اون در چارچوب این چیزی که من گفتم نیست. حالا براتون میگم چرا. ببینین وقتی که حتی اگه اونی که شما گفتین رو بپذیرین، بالاخره اون شعار بعد یه جا بیاد. درسته که یه عده شعار رو تکرار میکنن، ولی یه سرچشمه‌ای داره، یه منبعی داره. و وقتی که توی 100 شهر همون شعار داده میشه، دیگه اونا میکروفون شما و صدا شما رو که تو تهرانه، توی شیراز و توی تبریز نمیشنون. پس بنابراین یک چیزی وجود داره. برداشت من اینه که یک آگاهی نسبی، یک بیداری به وجود اومده و اگه نمی اومد ما باید تعجب می کردیم، چون بالاخره بعد از 40 سال زورگویی یه اتفاقاتی می افته و این 40 سال رو نمی تونین برش گردونین به 40 سال آخر دوران پهلوی، برای اینکه الان مردم با تمام دنیا در تماسن. اینی که شما دسترسی داری به تمام دنیا در آن واحد و اونایی که احیانا علاقه‌مندن اینترنت وجود داره و میتونن برای خودشون یک پاسخهایی رو پیدا کنن، با زندگی دیگران آشنا بشن، این دوتا رو وقتی شما بغل هم میذاری
اجتناب ناپذیره که مردم از یک بیداری و از آگاهی نسبی برخوردار شدن. اینه که برداشت من در اون چارچوبه. بسیار ممنونم. چون تیتر مقاله شما همون راجع به رأی دادن یا انتخاب کردن بود، اجازه بدید من این سوال یه بار دیگه از شما بپرسم، چون خیلی ها اینو فرستادن و حتی روز دوشنبه که من خیلی خلاصه اشاره کردم به مقاله شما، دوستان نوشتن که آهان ما حالا تازه فهمیدیم تفاوت رأی دادن با انتخاب کردن چیست. یه مقدار در این مورد لطف کنید توضیح بدید. حتما حتما. ببین باید اول نگاه کنیم به این که چه کسی حق انتخاب داره. کسی حق انتخاب داره که شهرونده. شهروند کیه و چیه؟ شهروند کسیه که میدونه متعلق به کشوره ولی کشور متعلق به اونه، یعنی خودشو صاحب این آب و خاک میدونه. شهروند ایرانی خودشو صاحب ایران میدونه و یه چیز دیگر هم میدونه و اون اینی که یک از یک حقوق انسانی برخورداره. حقوق انسانی یعنی انتخاب و آزادی و در ضمن میدونه که نمیان این حق و حقوقو بهش بدن، باید بره این حق و حقوقشو به دست بیاره، باید بره بگیره. اگه نگاه کنیم به تاریخچه انتخابات و رأی‌گیری تو میهنمون، تا پیش از انقلاب مشروطه تمام ما، تمام ایرانیا در مقابل سلطنت رعیت بودن و در مقابل مذهب امت، تا میرسیم به انقلاب مشروطه. پس از انقلاب مشروطه یه واژه جدیدی رو به کار میبرن که جایگزین رعیت میکنن و اون بوده تبعه دولت، یعنی تابع دولت. خب پس بنابراین هنوز ایرانی به درجه شهروندی تا اون موقع نرسیده. حالا میرسیم به انقلاب اسلامی. پس از انقلاب اسلامی ما رو باز برمیگردونن به عقب، ما میشیم امت اسلامی. اینجا یه چیزی هستش که من یه بار توی یکی از گفتگوهامون با شما اینو بیان کردم و در نوشته هام هم هست که ما باید اینو در مورد اسلام و در مورد روحانیت بدونیم. این جمله رو میخوام بخونم که در اسلام فرض بران است که انسانها قادر به تشخیص راه از چاه نیستن و باید تابع روحانیت که جانشین خداوند و مبین دین هستند باشند. خب شما نگاه کنید که اولا این جامعه روحانیت نه حق و حقوقی برای مردم قائله و نه کوچکترین ارزشی برای رأیشون. برای اینکه این جمله رو از حرف بیرون بیارم و ثابت کنم، بزنین از زبان یکی از بزرگان همین رژیم فقاهتی اینو با همدیگه نگاه کنید. اسم این آقا هست مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبریه. ببینین چی میگه. این توی گیوم است. میگه اگر 99% از مردم رأی بدن به یک شخص و انتخابش کنن به نام بشه که رئیس جمهور، اگر این رئیس جمهور رو ولی فقیه نپذیره و نصب نکنه، اینجا منظورش اینه که ولی فقیه میاد میگه که من شما را منصوب میکنم به ریاست جمهوری، میگه اگه ولی فقیه این کار رو نکنه، این آقا نه تنها رئیس جمهور نیست، طاغوته و اطاعت از این شخص حرامه. خب این دیگه حرف خودشون. یه چیز دیگه این آقا میگه که به نظر من یه اقرار بسیار جالبیه. در زمانی که مردم میگفتن رأی من کو و اعتراض میکردن، ایشون میگه که باز دوباره توی گیوم است، میگه مردم چه حقی دارن؟ مردم کسی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنن؟ مردم چی کاره هستن؟ مردم چی کاره هستن که بخوان کسی را انتخاب کنن، به کسی حق بدهن؟ مردم چه حقی دارن؟ خب ببینید همجی گفتم این یک اقرار بسیار بسیار واضحیه که صاحب نظران رژیم نه تنها حق و حقوقی برای مردم قائل نیستن، بلکه فکر میکنن که عدم بلوغ در اینها مانع شده که اینا نمیتونن شهروند باشن و نه حق دارن در سرنوشت خودشون شریک باشن. سپاسگزارم.
بسیار ممنونم. شما راجع به روحانیون صحبت کردین، من وقتی این مقاله رو خوندم باورم نمیشد که مثلا یکی مثل ملا صدرا، فیلسوف بزرگ جامعه روحانیت و مملکت ما، یه چیزی رو گفته باشه. حالا اجازه بدید من این سوال رو بخونم به این شکل و شما یه مقدار بیشتر برای ما توضیح بدید که بله، روحانیون و حق انتخاب از قدیم تا امروز. ملا صدرا وقتی فیلسوف ما ایشان بوده، من برای شما نوشتم حتی، پس وای به حال مردم معمولی. بفهم. ببینید، خیلی خوشحالم که اینو مطرح کردین، برای اینکه اکثر هم میهنانمون واقعا با جامعه روحانیت، با فلسفهشون، با فلسفه اسلامگرایی و اینکه از کجا سرچشمه گرفته، اون آشنایی کامل رو ندارن و به ویژه نداشتیم 40 سال پیش که 98.2% رأی مثبت داد به جمهوری اسلامی آری یا نه. ببین، این ملا صدرا که الان شما نامش آوردین، این بزرگترین فیلسوف جامعه روحانیته و در زمان خودش دومین مقام کشور رو داشت. اول سلطان یا شاه بود، دوم این آقا بود. اعتقاد این آقا راجب زن به نظر من خیلی جالبه و اینو هر ایرانی باید بدونه. ایشون معتقد بود که زن یک وسیلهیه، یک ابزاریه در حد یک حیوان برای بهره برداری مرد. حالا من جمله خود ایشونو میخونم، این باز دوباره توی گیوم است. ایشون مینویسه: خداوند برای کمک به انسانها حیوانات را آفریده، از عنایات الهی در خلقت زمین تولد حیوانات مختلف است. برخی از این حیوانات برای زیستن، برخی برای بار کشیدن، برخی برای سوار شدن، بعضی برای تجمل و آسایش و برخی مانند زنان برای نکاح و آمیزش می باشن. اصلا باور نکردنیه که خب اگر ما از این مسائل آگاه بودیم، آیا کسی میرفت رأی بده به جمهوری اسلامی آری؟ شخصیت بعدی شیخ فضل الله که منجی بزرگ روحانیت و رژیم فقاهتی، از او به عنوان شهید فضل الله نوری یاد میکنه و یک شاهراه بزرگی رو در تهران بنا به او کرده. ببینید که ایشون دیدش در مورد یک مسئله به خصوص چیه. ایشون میگه که مصرف مشروبات الکلی، فاحشه خانه و احداث مدرسه دخترانه خلاف شرعه. ببینید چه چیزی رو میذاره بغل هم دیگه، یعنی شعورش در اون حده. میرسیم به سید حسن مدرس، از متفکران بزرگ روحانیت، الگو و استاد ولایت فقاهتیه. ایشون در ارتباط با حق رأی به زنان در قانون اساسی، در قانون اساسی مشروطه، در جلسه 11 مجلس میاد این جمله رو میگه. میگه این باز دوباره همونجوری راجع به جملات قبلی گفتم، این توی گیوم است، یعنی دقیق جمله ایشونه. میگه: از اول عمرم تا به حال برایم مهالک در بر و بر اتفاق افتاده. بذارین اولین بازش کنیم برای کسانی که احیانا متوجه نشدن این چی میگه، چون همش عربی حرف میزنه. منظورش از مهالک یعنی کشنده و مهلک، و در بر و بر یعنی در دریا و خشکی. میگه: هیچ چیزی برای من اینقدر کشنده و اینکه بدنمو به لرزه در آورده وجود نداشته تا به امروز. این داره راجب چی صحبت میکنه؟ نه جهنم نه بهش، راجب حق زن. میگه که خداوند قابلیت در زنها قرار نداده است که لیاقت انتخاب کردن را داشته باشند. اینها یعنی زنها از آن زمرن
که عقولشان استعداد ندارد و در حقیقت تحت قیمومت قرار دارند. چطور ممکن است به ایشان حق انتخاب کردن داده شود؟ و بعد توی مجلس دوره دوم مجلس شورای ملی دارن ماده چهارم نظامنامه انتخابات رو بررسی میکنن، ایشون باز میاد اولا به شدت همه رو سرزنش میکنه که چرا دارین در مورد حق دادن به حق انتخابات به زن گفتگو میکنین. بعد میگه که چرا نباید بکنین، میگه حق اعطای رأی به زنان به بی‌ثباتی سیاسی، فساد مذهبی، هرج و مرج اجتماعی خواهد انجامید. و در اون موقع یه عده طلاب میرزن تو خیابونا شعار میدن بر علیه انتخابات زن و برای حق رأی به زن، یه نفر کشته میشه، 12 نفر هم زخمی. سپاسگزار. ممنونم از شما. اجازه بدین که دوستان هم سوال میکنن یا نظرشون رو میگن، ازشون تشکر کنیم. خانم جیلانی، دکتر جیلانی از فرانسه نوشتن که ملا صدرا قابل افتخار نیست. بعدشون نوشتن که حتی قابل تأسف است که از امثال ملا صدراها پایه‌گذار فلسفه ایرانی میباشند یا بودند. آقای سعید کاووسی که معمولا از همه ایراد میگیرند نوشتن که از این آقا بپرسید در تاریخ ایران کدام دولت ملت را آدم دونسته، مخصوصا شاه، و آیا این آقا خودش کسی را آدم میدونه؟ ایرانی همیشه به روحانی و شاه و فرقه ربطی نداره. ایرانی همینه، به روحانی و شاه و فرقه ربطی نداره. به امید روزی که به این واقعیت واقف بشید. اینایی که میگن واقف بشید خودشون را از من و شما جدا میدونن. و من معمولا به اینا میگم وقتی شما از ما نیستید، خب چرا میایین داخل این، ببخشید، افرادی که به قول خودتون نه فهم دارن نه شعور دارن. شما که حق انتخاب دارید، کسی به زور شما رو نیاورده اینجا، ولی به خاطر احترام به حضورشون اینجا، نظر شما چی؟ آیا هیچ وقت در هیچ دولتی در ایران تا اونجایی که تاریخ نوشته شده داریم کسی یا حکومتی بوده که مردم رو مردم بدونه، نه امت و اون یکی دیگه رعیت؟ ببینین، من فکر کنم اون چیزی جمله‌ای که ایشون نوشتن، چون بعد از اون جمله چند تا مطلب دیگر رو بیان کردیم، من خود جمله رو فراموش کردم، ولی اون چیزی که از درونش درآوردم میخوام خدمتون بگم. وقتی که در این مورد صحبت میکنیم که داریم مردم رو جدا میکنیم از حکومت، این یک اشتباه بزرگیه از دید من. ایشون حق داره هر جوری که دلش میخواد بیندیشه و فکر کنه. مردم ما زائیده جامعه هستیم و دولت و مردم از همدیگه در چارچوب جامعه جدا نیستن. و اون وجود حکومت‌های خدا سالار دو سه تا کار میکنه در جامعه که همه ماها گرفتارش هستیم. برای مثال خدا سالاری از اون بالا، یعنی مشروعیت الهی داشتن، بعدش میشه مرد سالاری، بعدش میشه پدر سالاری. بعد توی خانواده میبینیم که حالا غیر از این که شاه رول جانشین خدا رو داره، بعد میبینیم مثلا تمام وزرا، تمام عمرا، رؤسای ادارجات، همینجوری همه رئیس دیگران هستن، سرور دیگران هستن. پس این خدا سالاری از اون بالا که شروع میشه میره تا ناف جامعه. یعنی ما به همدیگه ربط داریم. وقتی که مذهب و حکومت‌های خدا سالار سلطنت میدونن که برای اینکه بتونن بقا داشته باشن باید یک سیستم مخالف آگاهی، مخالف گسترش دانش و بینش داشته باشن و ازش حمایت کنن. پس چطور میشه قرنها میان تو میهنمون فقط و فقط قرآن شریعت درس میدن؟ حالا گاهی هم میمدن از مثلا بوستان و گلستان برای آموزش درس میدادن. و وقتی که شما قرنها توی سیستم مدار بسته هستی
و اجازه نداری که بیاموزی. آخه نمیتونی اینا رو از هم جدا کنی. ایشون نیاز داره بره یک کمی مطالعه کنه و ببینه که این دوتا به همدیگه ربط داره. وقتی من تمام زندگی من گذاشتم رو این که من مخالفم با این اتفاقی که در میهنمون افتاده، بعد ما هم اینو درستش کنیم. خدا سالاری پایه و اساس تمام کمبودها و کاستیها و بدبختی های میهنمونه و خودمونه. فرهنگ ما رو از بین برده و مریض کرده. ما نیاز داریم که با آگاهی این خدا سالاری رو از بین ببریم. سپاسگزارم. بسیار ممنونم. الان یادم اومد اون موقعی که شما آمده بودید واشنگتن و رفتیم اون پارس پلیس، آقای کاووسی هم اونجا بودن. حالا امیدوارم که دفعه دیگه که شما آمدید، چون ایشون هم قبلا برنامه‌ای داشتن رو تلویزیون اینا، به نظرم بد نیست که با هم بحثی و گفتگویی داشته باشیم. آقای لادن، چون شما وقتی که ماجرای ملا صدرا رو نوشتید، من خوندم، مستند کردید حتی به کتابش و اسمش هم نوشتید و اینها، یک ویدیویی بود چند مدت پیش، یه آخوند یه جایی نشسته بود و گفته بود که خانم ها حیوان هستن و اینها. بعد که این پخش شد، هم اون دفتر اون آیت الله، هم افرادی که چیزن آمدن گفتن که این به اصطلاح out of context بود، اومدن به اصطلاح یه بریده ای رو گذاشتن و واقعا هم درست بود. این بنده خدا گفته بود که فلانی اینجوری گفته، اونو بریده بودن گذاشته بودن. حالا این ملا صدرا واقعا شما مطمئنید که ایشون همچین چیزی گفته؟ ببینید، شما نیاز نیست فقط به ملا صدرا نگاه کنید. شما نگاه کنید که چیز چی میگه این آقای که خیابون به اسمش گذاشتن. نگاه کنم ببینم به اسمش میخوام اشتباه سید زیا گفتید الان اینجا یکی آقای حسن مدرس بود که یکی واقعا گردن کلفتای ایران بود از زمان تو زمان احمد شاه و زمان رضا خان و بعد رضا شاه، که شیخ فضل الله. شما نگاه کنین که شیخ فضل الله توی انقلاب مشروطه بوده و 100 سال پیشه دیگه، حالا مولا صدرا نیستش که 300 سال پیش باشه. داستان اینجاست که این مسئله مرتب تکرار شده. خب میرسین خمینی، چه راه دور میرین؟ کسی که میگه ما چیز نمیخوایم، ما متخصص نمیخوایم، معتقد میخوایم یا متعهد میخوایم، یعنی چی؟ یعنی اصلا دانش بینش قبول نداره. کسی که میگه اقتصاد مال خره، دانش و بینش رو قبول نداره، ساینس رو قبول نداره. وقتی که میاد این حسن مدرس میگه من لرزه به تنم افتاده که وقتی شنیدم میخواین حق انتخاب بدین بزن. نیاز نداریم بریم به زمان ملا صدرا، اینا همهشون همینن. این چرا اصلا راهی دور میریم؟ همین آقایی که خدمتون گفتم که عضو شورای خبرگانه، مجلس خبرگانه، ایشون میگه اصلا شما حق و حقوقی نداری، شما چی کاره ای؟ اونو من شنیده بودم که گفته بود اگه 30 میلیون بگن آری، خمینی بگه نه، ماجرا تمومه. خانم جیلانی اینجا نوشتن آیت الله شیرازی، نمیدونم منظورشون اون ویدیویی که من گفتم یا اون اسمی که شما دنبالش میگشتید که شما به اصطلاح پیدا کردید. دست ممنونم از دوستان که همکاری میکنن وقتی ما یه جایی مشکل داریم. آقای لادن، ما حالا 300 سال و 400 سال و اینا رو ول کنیم، میایم تاریخ اخیر. حتی در دوران مصدق شما تو این نوشتید که حق انتخاب در زمان مصدق، و اینکه اونجا هم هنوز راجع به زنان و اینها صحبتایی بوده. البته ناگفته نماند که در همین آمریکا اگر تاریخش رو بخونیم، تا چندین سال پیش خانم ها حق رأی نداشتن. هنوز تا هنوز خود اینها افتخار میکنن وقتی یه سناتوری، نماینده مجلسی زن هست، سیاه هست. و همین خانم الیزابت وارن چند شب پیش میگفت که چون بهش میگفتن که آقای برنی سندرز گفته که هنوز زنان نمیتونن تو آمریکا، بعد میگفت که نه نگران نباشید،
خیلی ها فکر نمی کردن که سال 2008 هم سیاه پوستی رئیس جمهور بشه و شد. این راجع به زمان مصدق صحبت کنید لطفا. حتما. اتفاقا راجع به این اشاره هم که شما کردین خیلی مهمه که به این نگاه کنیم. ببینین این فقط اسلام نیست که زن در اسلام از حق و حقوق برخوردار نیست. متاسفانه مذهب ریشه و پایش بر این اساس بود، یعنی آغاز مذهب به این صورت بود، برای اینکه بتونه خودشو بقبولونه به جامعه، اومد نیمی از جامعه رو سوار نیمی دیگه کرد، یعنی همه حق و حقوقا رو داد به مرد و زن رو گذاشت در پایین. این در دین یهود، در مسیحیت وجود داره، همونطور که در اسلام وجود داره. برفض اینها اومدن آروم آروم مسائل رو به روز رسوندن و ما هنوز در 1400 سال پیش گیر کردیم. شما نگاه کنین همین امروز در میان تندروهای دستراسی مذهبی در آمریکا، در اسرائیل، اصلا زن حق و حقوقی نداره و مرد مالک کامله. حالا اینو بذاریم کنار، بریم به پرسش شما و اشارتون به دوران مصدق. دولت مصدق میاد در مجلس ارائه میکنه، میگه که طبق قانون اساسی همه شهروندان با همدیگه برابرن، پس بنابراین اعطای حق رأی به زن طبق قانون اساسیه. و یک جنجال خیلی عظیمی تو مملکت را میفته و این متاسفانه زمانیه که مصدق نیاز داشت که داشت در جبهه خارجی با انگلیس می جنگید، در جبهه داخلی با دربار و مزدوران انگلیس می جنگید. حالا این شده بود قوز بالا قوز. و اون وقت یکی از اشخاصی که یکی از آیت الله کاشانی که از مطرح ترین اسلامگراهای اون زمان بود، این شروع میکنه مخالفت کردن و تأکید میکنه که دولت باید حتما از دادن حق رأی به زنان جلوگیری کند. نمیدونم یه عده طلاب و علما میریزن تو خیابونا اعتصاب و اعتراض تا اینکه مصدق اینو از تو مجلس پس میگیره. خب مسئله یکی دوتا نیست. و اما اینکه ما باید نگاه کنیم به اینکه حق انتخاب از حقوق طبیعی و شهروندیه، نمیتونیم نادیده بگیریم و چشمونو ببندیم. حق انتخاب تنها در رابطه با رأی دادن نیست، در رابطه با زندگی انسانی داشتنه. باید برای یک بارم که شده ما تکلیف خودمونو با رژیم روشن کنیم، برای یک بارم که شده باید پابرجا و استوار بیستیم و بگیم که بابا ما حق و حقوقمونو میخواییم. من تصورم برای این که این بیداری و آگاهی که پیدا شده، برخی از هممیهنانمون آموختن که بدون از خودگذشتگی به اون خواسته‌ای که داری نمیرسه. میخوام یه جمله رو بخونم براتون که تو این مقاله نوشتم که بهش اعتقاد دارم. همون کاری را انجام دهید، اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام داده اید، همان نتیجه را می گیرید که تا به امروز گرفته اید. یعنی ما افتادیم تو این دایره مدار بسته، ای دور می زنیم. رژیم به ملت ایران اینطوری نگاه میکنه که تشخیص خوب از بد نداره و به خاطر این موضوع حق انتخاب ازش گرفته. ولی مردم با اومدن تو خیابون با شعارهای درستی که میدن نشون دادن که نه، هم قدرت تشخیص دارن و همی که میدونن حق گرفتنی. معذرت آقا، تصویر شما هم رفت. بله، نمیدونم چیکار کردم.
من این سیستم جدیدی که داریم هنوز باش هیچ اشکال نداره، شما همینجور صحبت کنید، من اون عکس فیسبوکتون رو میذارم بعدم این اشکالا پیش میاد، مخصوصا وقتی که بار اول باشه و اینها، بعد شما اشکالاتتون رو رفع کنید. بفرمایید. همون داشتم خدمتتون میگفتم که ما بعد از این دایره مداربسته بیان بیرون، رمز موفقیت، چون ملتمون فهمیدن و دارن میان تو خیابون دارن شعارهای درست میدن، الان رمز موفقیت اینه که اونایی که تو خونه میشینن فقط تماشاچیان، اونام بیان بیرون، یعنی حضور گسترده مردم، این رمز موفقیته. و کلید پیروزی اینه که بمونن پایدار باشن تا به خواستشون برسن. سپاسگزارم. ممنونم. خانم دکتر جیلانی نوشتن که تازگی ندارد، دین و علم همیشه در مقابل هم بودن. ضمناً ایشون اضافه کردن که ایرلند تازه بانوان را به اصطلاح رأی میدن و میتونن در انتخابات شرکت کنن. این هم از این. و دوستان عزیز، اگر صحبتی سوالی دارید، من الان صفحه فیسبوک آقای امیرحسین لادن رو نشون میدم، میتونید باهاشون تماس بگیرید و من به نوبه خودم از ایشون ممنونم که خیلی با صبر و حوصله و با منطق و سند تصویر شما برگشت. بسیار عالی با ما صحبت میکنن. آقای لادن، باز هم ممنون از شما، اگر صحبتی دارید بفرمایید. من سپاسگزارم، برای همه آرزوی آخر هفته شادی رو دارم. خیلی ممنون و بازم بهتون تبریک میگم این سیستم جدید و امیدوارم که هر روز بهتر و بهتر باشه. خیلی ممنون آقای لاده. سپاس. مرسی. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم از اندیشکده آگاهی و شناخت و وبسایت این دوستان خیلی ساده است و من در سفری که در به فلوریدا رفتم این افتخار رو داشتم که با این دوستان هم آشنا بشم. امیدوارم به زودی با دیگر دوستان هم بتونیم مصاحبه‌ای داشته باشیم یا مصاحبه‌هایی داشته باشیم تا با اونها هم آشنا بشید. و به یه نفر از دوستان دیروز میگفتم که دلیلی که من با آقای لادن و اندیشکده مثلا یه مقداری به قول خود آقای لادن همگامی دارم اینی که اینها به کسی نمیگن شما چه کار کن، اینها میگن این کتاب رو ما خوندیم، این کتاب رو قبول داریم، این کتاب رو نوشتیم، شما بخون و اگه قبول داری حالا هر کاری خاصی خودت انجام بده. و مثل دیگران نیستن که من حتی ایراد گرفتم از آقای بنی سعد، ایراد گرفتم از دوستمون آقای نیساری که خب آقا شماها که به مردم میگید بیاین بیاین بیاین، خب خودتون که اینجا هستین چرا نمیرین؟ چه بهترین فرصت برای آقای بنی سعد که در دستن در کار اون ماجرای رفتن خمینی به ایران بوده و اینها، همین بود که یه بار دیگه این کار رو انجام بده. و این بار بعد اون دوستمون آقای شادانلو بود اگه اشتباه نکنم، ایشون گفت که خب برای که آقای بنی سعد امنیت جانی بهشون داده نشده. گفتم ای بابا، اگر یه کسی به سن و سال آقای بنی سعد باشه هنوز دنبال این باشه که من اگه میخوام کاری بکنم حتما یک کشوری یه جایی به من تأمین جانی بده، خب معلومه که هیچ کس پا پیش نمیذاره. و چه تأمین جانی وجود داره؟ شما به من بگید. این روزا که شما میبینید فلان ساختمون میریزه پایین، دارید راه میرید نمیدونم فلان پل میریزه پایین، دارید شب خوابیدید زلزله میاد، کجا کسی میتونه به شما تأمین جانی بده؟ بهتون گفتم سالها پیش بود دیگه، قبل از اینکه آقای صبری حسن‌پور بره ایران و دستگیر بشه و اینها، ایشون برنامه‌هایی داشتن در تلویزیون مردم. و خب گاهی اوقات الان دیدید، یعنی شما فکر میکنید آقای لادن اومده این همه زحمت کشیده، این همه پول خرج کرده، استودیو راه انداخته که بیاد برنامهش تصویرش سیاه بشه؟ نه، ولی خب میشه. حالا این چجوری رفت میشه؟ آمریکایی‌ها میگن اشتباه و تصحیح. شما یه کاری رو انجام میدید، از اشتباهاتتون تجربه کسب میکنید، اونو استفاده میکنید و تصحیحش میکنید. در صورت ممنونم خیلی ها بعد از برنامه آقای فرزاد نیساری
تماس گرفتن که آقا این که نمیشه اینجوری، گفتم با خودشون تماس بگیرید، حالا در برنامه‌های آینده هم احتمالاً باز ایشون رو خواهیم داشت. یه بار دیگه از شما ممنونم که با ما بودید. لطف کنید برنامه‌های سوربی با مردم رو و تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. تلویزیون مردم اگر افرادی هم بودن که قبلاً وقتی می‌خواستن مراجعه کنن میگفته که این سایت به اصطلاح سیف نیست یا سکیور نیست، که هر دوتاش با اس شروع میشه، الان دیگه شما میتونید با خیال راحت برید اونجا. و دیدم که آقای اکبری نشود من بلاگ شدم توسط فیسبوک و براش گفتم خب اگر از مردم تیوی میتونید نگاه کنید، از یوتیوب میتونید نگاه کنید. اتفاقا این حسنیه که این روزا دیگه کسی نمیتونه دیکتاتور باشه و شما و صدای شما رو قطع کنه. اون زمان اگر مثلا دوستان یهودی در نیویورک دوست نداشتن، صدا و برنامه شما کلا قطع میشد، هیچ کاری هم نمیتونی انجام بدی چون از ساتلایت بود و اینجوری. ولی الان رو فیسبوک اگه قطع کنن میری اینستاگرام، اینستاگرام میری تلگرام، تلگرام میری یوتیوب، یوتیوب میری وبسایت خودت و الی آخر. و این هست که میگن تمام تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارید. 30 سال پیش در چنین روزی صف بی پایان در برابر اولین مکدونالد شوروی، و میدونید که شوروی همیشه از لحاظ خوراک، نون، گوشت، اینها آذوقه مردم مشکل داشته. و خوشحال میشم یک کسی درباره الان اوضاع و احوال الان بگن که چگونه است. و اما نماینده کنگره آمریکا درباره دستور بازجویی از ایران در مرز آمریکا تحقیق میکند و امروز بریتانیا رسما از اتحادیه اروپا جدا میشود و این بحران کرونا ویروس تعداد کشته ها به 213 رسید. ایران ورود کرونا را تکذیب کرد. حالا نه که خیلی اونها راستگو هستن، هرچی اونها بگن شما باورتون میشه. و یک عکس خوبم ما اینجا داشتیم برای کرونا، نوشته بودن که اینو نگاه کنید، نوشته بود به چند نفر چینی که حامل ویروس کرونا هستند جهت شرکت در نماز جمعه تهران نیازمندیم، هزینه رفت و آمد رایگان خواهد بود. در صورت که رفت و آمد لازم نیست، فقط رفت، چون دیگه اینها مثل که وضع خیلی خرابه. از طرفی چون اسم این کرونا مانند آبجویی هست که مکزیکی هست و کرونا سرویسا، این عکس رو هم درست کردن که کرونا وایساده جلوی آبجوهای هلندی هاینیکن و اونها ماسک زدن به صورت خودشون. اینها حالا دیگه صبر کنید که جوکا و اینها هم یکی پس از دیگری بیان. و باز امروز عکسی که میشه بگی این ورانور بود و ما هم به عنوان فیسبوک کاور پیج استفاده کردیم، No War With ایران هست. حتما برید صفحه ما و اون ویدیویی رو که درباره جنگ هست بذارید بهتون نشون بدم که اشتباهی جای دیگه نروید. اینجا بیایم بالا و صفحه فیسبوک خود من شخصی بهتون نشون بدم. بعضی از دوستان میگن که آقا چرا فلان برنامه رو روی صفحه شخصی نمیذاره؟ میگم یه بار دیگه شما به من بگو چی؟ میگه چرا فلان برنامه رو روی صفحه شخصی؟ میگم فلان برنامه رو ول کن. چی؟ میگه صفحه شخصی. میگم آقا صفحه شخصی منه، یعنی همون جوری که آقای لادن میگه فقط انتخاب نماینده و اینها نیست، خیلی چیزهای دیگه تو زندگی ما شخصیه. دوستان به دوستانتون، به افراد فامیل، به افراد مملکتتون، به همسایه هاتون احترام بذارید، بذارید اونها شخصا انتخاب کنن. بله انتخاب اونها باید تا جایی باشه که به شما ضرر و زیان و خسارتی نرسونه. خب این بله
آقا میگی چرا اونا، مگه شما از اونا جدایی؟ من نمیدونم آقای کاووسی، معمولا شما نوشته های خودتو بخون عزیزم فارسی. من همیشه میگم ما کارمون خیلی خرابه و این جنگ من و شما هم سالهاست ادامه داره، یکم هم دیگه عادت کردیم. جمله دل هر ذره را که بشکافی خورشیدیش در میان میبینی از ملا صدرا میباشد یا نه؟ اینو روی یوتیوب، روی گوگل بزنید بهتون میگه. در صورت داشتیم دنبال اون ویدیویی میگشتیم که درباره جنگ هست و میایم اینجا. بله امروز من برنامه کانون آوا چون به صورت ویدیو بود به جای یه بار 3-4 جا تکرار شده بود، دلیلش اینه که فیسبوک سیستمش رو عوض کرده. بله میگه The war you don't see، جنگی که شما نمیبینید. فیلم بسیار خوبی، مستند، و ببینید که دولت‌ها، حکومت‌ها چگونه دروغ میگن. با آقایی به نام فلا، نه این دوستمون صاحب مش حسن، یه آقای دیگه به نام یاسر فلا، چند روز پیش کلکل از طریق فیسبوک و درباره مجروحین حمله ایران به پایگاه آمریکایی‌ها در عراق صحبت میکردیم. بعد اینها میگفت که نه آقا هیچ کس کشته نشده. گفتم آقا کمی صبر کنید، دیدید نوشت 11 تا مجروح شده، دیدید و شاهد بودید گفت شد 34 تا، دیدید و شاهد بودید که همون سربازان و جنگ رفته ها و مصدوم شده ها اعتراض کردند که چرا ترامپی که خودش از جنگ ویتنام فرار کرده امروز به بچه های آمریکایی که در جنگ هستند و مجروح شدن میگه چیز مهمی نیست، یه سردرد خیلی ساده است. ولی این فیلم رو حتما ببینید که 5-6 سال پیش درست شده ولی الان شما وقتی تماشا میکنید میبینید ماجرای همین روزه. و امروز تازه اعلام شد که بیش از 50 نفر آمریکایی در حمله موشکی ایران به عراق مصدوم یا مجروح شدند. ولی ایران و آمریکا چون پشت پرده دارن با هم صحبت میکنن خیلی براشون مهم نیست که قاسم سلیمانی کشته بشه، یا برای اینها مهم نیست که 50 نفر چیز باشن. میگه روسیه امروز اولین تولید کننده گندم دنیا شده. این آقای لادن باید کمی مطالعه کنه. نظر آقای کاووسیه و چشم، حتما به ایشون میگم که کمی مطالعه کنه. تا اونجایی که من میدونم و دیدم ایشون فکر کنم از 13-14 ساعت روز 10-12 ساعت یا دارن مطالعه میکنن یا مینویسن. ولی چشم، حتما پیام شما رو من به ایشون خواهم رسون، احتمالا خودشونم شاهد این برنامه هستن. دوستان عزیز ساعت 3:55 دقیقه است. آقای حسن ارشاد از ایران برنامه هایی رو ارسال میکنن و امروز برنامه ای که فرستادن میگن این برنامه مورد توجه دوستان شاه اللهی یا طرفدار پادشاهی یا سلطنت طلب واقع میشه، چون ایشون در این برنامه از رضا شاه دفاع کرده و میگه از خودتون سوال کنید این دوستان بهایی چرا هم رضا شاه مدرسه هاشون بست، هم شاه باهاشون خوب نبود، هم آخوندها باهاشون خوب نیستن و الی آخر. برنامه شماره 255 ماشاءالله 255 هفته ایشون برنامه گذاشته. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. یه دوستی من گفت آقای سوربی من اگر پول برنامه رو بدم شما اجازه میدین دوستان سلطنت طلب بیان اینجا صحبت کنن؟ گفتم والا من حالا به شما نباید بگم، ولی ما گفتیم اگه خواستن حتی مجانی بیان صحبت کنن، ولی اینا چون خودشون میدونن پایه و اساسشون بر پوچی و توخالی هست، مثل آخوندا، مثل مجاهدین، سعی میکنن فقط از بلندگوهای خودشون داد فریاد کنن. در صورت با این دوستمون در تماس هستیم تا اگر خواستید
صحبتی کنید، طرفدار پادشاهی هستید، فکر میکنید بهترین سیستم دنیا یا بهترین سیستم برای ایران اون هست، این دوستمون حاضر هزینه بده، شما بیاین برنامه ربع ساعت نیم ساعت صحبت کنید، به شرطی که در این مورد فقط صحبت کنید. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، تلویزیون مردم از مردم با مردم برای مردم و با حمایت مردم. یک بار دیگه از خانم نیر ممنونم که حامی بودند و حمایت میکنند، با وجود که با عقاید من کاملا مخالف هستن و بهتون گفتم حتما شما هم تو خانوادهتون افرادی دارین که با شما موافق نیستن، ولی هیچ وقت توی مهمونی ها توی نشست فامیلی به همدیگه فحش نمیدین. این رو باید یاد بگیریم در خانواده بزرگترمونم به اصطلاح اجرا کنیم. و همین دیگه، برنامه من امروز اینجا به پایان میرسه. باز از آقای دکتر شهرام ایران بومی ممنونم، از آقای امیر حسین لادن ممنونم که با حضورشون، با ویدیوهاشون، با برنامه‌هاشون به تلویزیون مردم قوام و دوام میبخشن. روز و روزگار بر شما خوش، به امید فردایی بهتر و آینده‌ای روشن‌تر. مرسی که با ما بودید.